Mobilité. بله بسیار به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با تقدیم بهترین درودها به شما بینندگان ارجمند در هر زمان و هر مکانی که برنامه رو مشاهده می‌فرمایید، من آریا باقری هستم و در روز هشتم شهریور 2581 شاهنشاهی هخامنشی و برابر با سیوم آگست یا اوت 2022 میلادی در خدمت شما هستم. امروز سه‌شنبه است و برابر معمول در خدمت جناب دکتر سعید احمدی نازنین و در خدمت جناب آذری خواهیم بود. شوربختانه جناب آذری بعد از اون بیماری که در هفته پیش گرفتن و در بیمارستان بستری بودن، الان تشریف بردن منزل، ولی هنوز حالشون خوب نیست، قلبشون ناراحته و دکترها گفتن که ایشون تا یه مدتی فعالیت‌های سیاسی و اصلا به طور کلی فعالیت‌هایی که روی اعصابشون اثر میذاره و اذیتشون میکنه نداشته باشن، و امروز هم حتی من دو سه بار صبح تا حالا خدمتشون زنگ زدم، ایشون رو به حساب پیدا نکردم. حالا امروز در خدمت جناب دکتر احمدی نازنین هستیم و البته ایشون گویا الان یک مقداری گرفتارن، حتما رفتن تا گرفتاریشون رو انجام بدن و برگردن تشریف میارن روی صفحه. عرضم حضورتون که همینطور که عرض کردم، امروز هشتم شهریوره و این آخرین ماه تابستان هستش. از ماه دیگه که اول مهر خواهد شد و در ایران قاعدتا تمام حساب مؤسسات فرهنگی باز میشه و دانش آموز و دانشجو و همه میرن به کلاساشون و یاد زمانی که آریا مهر بزرگ اولین روز رو صحبت میکردن، بعدن شهبانو، بعدن نخست وزیر و بعدن وزیر فرهنگ که آخرین وزیر فرهنگ ما همون خانم فرخرو پارسایی بودن که پارسا که به دست این نابخردان و دزدان ایرانی، یعنی ببخشید دزدان عربی اشغالگر ایران کشته شدن، یعنی ترور شدن، و همونطوری که میدونید ایشون رو در بار اول که به دار آویختن تناب دار پاره شد و افتادن، و رسم است در تمام جهان که اگر چنین اتفاقی بیفته، یا مثلا حتی در فرانسه که گیوتین بود و گردنه رو با گیوتین می زدن، اگر گیوتین گیر می کرد و کار نمی کرد، این زندانی رو یا اون محکوم رو می بخشیدن. در جایی هم که به دار می زدن، اگر دا اون تناب دار پاره می شد یا مشکلی پیش می مد و اون کشته نمی شد، اون رو می بخشیدن. ولی حکومت اسلامی بیشرف و هیچی ندار و مسلمان اینا این کار رو نکردن و این بانوی نازنین ما رو بعد از اینکه بیهوش شده بودن، بهشون از همه آب گندیده یه حوزی که توی خونه ای بودن و در اونجا ایشون رو زندانی کرده بودن، با یک خانمی از شهر نو که از دوستای همون حساب اسلامی، با ایشون اعدامش کردن و به هر جهت با بکسل سیم بکسل ماشین ایشون رو اعدام کردن. به هر جهت این من منتظر جناب دکتر بودم، خوشبختانه تشریف آوردن. جناب دکتر، با تقدیم عرض سلام از طرف خودم و تمام دوستان عزیزی که در حال و آینده برنامه رو مشاهده میکنن، خدمت شما به شما خیر مقدم میگم و خوش آمدید به برنامه کوچیک ما.
سپاسگزار هستم. منم درود دارم خدمت جناب عالی، سپاس بسیار، درود به همه همیاران گرامیمون. بله بله بفرمایید. بله فکر کنم شما صدای من ندارین. نه من دارم آقای دکتر، این تصویر رو میخوام بذارم که دوتاییمون بیایم روی تصویر. الان شما، ای بابا، تصویرتونم بالا هست. من باید شما رو یه دور دیگه بزنم. ای بابا چرا بسته میشه؟ آه ببخشید آقای دکتر، حضور میخوام از حضورتون. ای بابا خیلی خوب. آقای دکتر شما امرتون رو بفرمایید، بعداً تصویر رو درست میکنم. شما صدای منو دارین جناب دکتر؟ بله قربان، من صدای شما رو دارم الان. بله ما در خدمت شما این، ببخشید پوزش از این، نمی هر کاری میکردم که دو تا تصویر بیاد بالا نمیشد. حالا ضمن صحبت های شما من این کارو میکنم، اگر هی قطع و وصل شد، یعنی صداتون هست ولی تصویرتون پایین و بالا شد، تا اینکه تنظیم بشه. در خدمت شما هستیم قربان. بله الان من یک سری اینجا برگ و گل و اینا میبینم، شاید به خاطر این باشه. شاید نخه، این برگ و گل یه چیز جدیده که بی لایف داده و من اینو گذاشتم که شما رو در وسط گلها و برگای سبز ببینیم. و یعنی معمولا گل در وسط برگ و شاخه هاست دیگه، به همین دلیل برای شما اینا رو گذاشتم. لطف دارید، سپاس بسیار دارم از شما. بله میخواستیم که به دوستای ما صبح بخیر بفرمایید. بله من عرض کردم خدمت شما و همینطور دوستان عزیزی که حضور دارن و دوستانی که خواهند پیوست و کسانی که برنامه رو از این پس خواهند دید، درود بفرستم و آرزوی کامیابی و شادمانی برای همه دارم. بسیار زیبا، خیلی خوش آمدید جناب دکتر. خیلی مسائل بسیار زیادی داریم. من پیش از اینکه شما تشریف بیارین به دوستان عرض کردم که جناب آذری ما شوربختانه هنوز مریضن، هنوز حالشون خوب نشده، ولی خوشبختانه از بیمارستان به منزل تشریف آوردن، ولی دکترها دستور اکید دادن که هیچ به حساب کارهایی که روی اعصاب ایشون اثر میذاره انجام ندن. و یکی از همون هم همین گفتار اخبار و ایناست که برجهت، خب ایشون با توجه به علاقه که به ایران و ایرانی داره و اخباری هم که از ایران میاد همیشه همش بد و واقعا اعصاب خرد کن هست، ایشون واقعا قادر نیستن که در برنامه باشن. امروز هم دو سه بار خدمتشون زنگ زدم جواب ندادن. به هر جهت جناب دکتر خیلی مسائل مهمی داریم، سوالات بسیار مهمی دارم از حضورتون، ولی پیش از همه یک مسئله رو دلم میخواد که حضرت عالی میفرمودین راجع به چیزی که در ایران الان در تمام شهرستان ها به ویژه در تهران باب شده و بسیار وضع خطرناکی رسیده، به طوری که اون رئیس قوه قضاییه، اون آخوندی که اونجاست، اون هم خیلی نگران شده و دستور داده که یک سیستم قضایی جدید یا یک دادگاه جدیدی برای این کار انجام بدن و اینا رو دستگیر کنن، که این زورگیری، خفتگیری، دزدی در سراسر ایران به ویژه در تهران هست که بسیاری مردم رو میزنن، چاقو میزنن، زنان رو میزنن، در خونه ها میگیرن. خواستم ببینم که آیا این یکی از روش های اسلامی است یا اینکه بستگی به حکومت داره، یعنی در حقیقت بستگی به حکومت داره، ولی علتش چیست که به این صورت در اومده؟ حضورتون عرض کنم که اگر یک کمی برگردیم به عقب، در حقیقت در دوره قاجار این مسائل رسم بود در ایران، غمه‌کشی و همین واژگانی که جناب عالی به کار بردید مثل خفتگیری و زورگیری یا چیزهای از این قبیل، باج‌خواهی، اینا در دوره قاجاریه در ایران رسم بود. زمان رضا شاه بزرگ
نظم و امنیت در مملکت برقرار شد و تمام این مسائل حل شد، نه فقط با نظم و امنیت بلکه با ارتقای زندگی مردم، یعنی هم سطح زندگی مردم رو بالا بردن، کار ایجاد کردن، بیکاری کم شد، تورم کاهش پیدا کرد، مردم به آینده امیدوار شدن، دانشگاه های زیادی باز شد، دبیرستان ها و دبستان ها درست شد و جوانان ایرانی مشغول به تحصیل شدن، آینده ای پیدا کردن و از سوی دیگر هم خب شهربانی و اداره آگاهی بسیار خوب عمل میکردن و اجازه نمیدادن که یه چنین فرقه های تشکیل بشه. با روی کار آمدن جمهوری اسلامی در حقیقت ملت ایران یک عقبگرد حداقل 100 ساله کرد، اگر نگوییم به لحاظ فلسفی، چون به لحاظ فلسفی یک عقبگرد 1400-500 ساله کرد، ولی به لحاظ اجتماعی یک عقبگرد 100 ساله کرد و ما برگشتیم به دوران جنون و جهالت و گدایی و بدبختی و صدقه دادن و صدقه گرفتن و مسائلی از این قبیل که بخشی از ذات آخوند و حکومت آخوندی است و به همین جهت است که امروز دلایل متعددی دارد برای پیدا شدن این گنگ ها، از جمله ناامیدی است که جوان ها پیدا کردند، نداشتن امکانات هست از هیچ نظر، نه جوان می تواند تحصیل بکند، برای که تحصیل رو به قدری گران کردند که هر کسی از عهده بر نمیاد، تحصیلی که در دوره شاهنشاهی آریامهر مجانی بود از کودکستان تا دانشگاه، و همینطور اگر تحصیل هم بکنند آینده‌ای نخواهند داشت، چون کاری نیست، زندگی نیست، ازدواج نمیتونن بکنن، همه چیز گران هست، نمیتوانن صاحب خانه بشوند. بنابراین جوانی که مانده است، معطل است در زندگی خودش، دو راه داره. یک راه خودکشی است که دیدیم برخی دست به خودکشی میزنن، به خودسوزی میزنن، کارگری که دارای فرزند و همسر هست خودش رو میسوزاند. متاسفانه برخی موارد دیدیم که خانواده خودکشی دست جمعی کرده و اگر که این کار رو نکنند در اثر استیصال بسیار بالا، راه دیگر این است که از طریق غیرقانونی یک زندگی رو بگذرانند و اون جیبوری ها هست، دزدی ها هست، سرقت های مسلحانه هست از طلا فروشی و جاهای دیگر، سرقت از فروشگاه های مواد خوراکی و نوع شدیدتر اون همین مسئله به اصطلاح زورگیری و خفتگیری و غمه کشی و مسئله از این دست. اینها همه ناشی از وجود یک حکومت نالایق ناکارآمد هست در اون مملکت و حکومتی که شما تصور بکنید یک فرد فاسد الاخلاقی، یک آخوند متحجری، یک انسان روانپریشی مثل علی خامنه‌ای در رأسش هست و یک عده دزد و قاتل و جنایتکار کارگرداران مملکت هستند، اطرافیان او هستند. خب طبیعی است که با این وضعیت وخیمی که به لحاظ اقتصادی وجود داره، وضعیت وخیم اجتماعی، از هم گسیخته شدن خانواده ها، مسئله اعتیاد، مسئله خودفروشی، تنفروشی، اینها مسائلی است که در مملکت ما وجود داره و نهایتش هم به اینجا ختم میشه. و اگر ما بخوایم امروز به عوارضی که جامعه ایرانی داره بپردازیم، من فکر میکنم که به قدری رقت‌انگیز است، به قدری سخت است حتی بیان این مطالب که حقیقتا انسان رو از زندگی بیزار میکنه وقتی که به عمق فجایعی که در جامعه ایرانی میگذرد. شما ببینید که من یک فیلمی میدیدم چند سال پیش، یک مردی در تنها اتاقی که داشت یک پرده کشیده بود و در یک سوی پرده زن او برای به دست آوردن پول داشت خودفروشی میکرد، اون سوی پرده مرد داشت تریاک میکشید. ببینید خانواده ایرانی رو اینها به این حد رسوندن. شما خاطرتون هست که بلافاصله بعد از آمدن خمینی شیر و مرغ در ایران کمیاب شد، یعنی چگونه شد که شبانه چیزهای پروتئینی در مملکت کمیاب شد و امروز فقر پروتئینی در مملکت بیداد میکنه. گوشت نیست، مرغ نیست، تخم مرغ نیست، شیر نیست، مواد لبنیاتی نیست، بسیار گران است، هر کسی نمیتونه تهیه بکنه. و در این جهت
دقیقاً درست برخلاف اون چیزی که پادشاه فکر میکرد راجع مردم، که مردم ایران بایستی قد بلندتر بشوند و بدن اونها قوی تر باشد، فکرشون اندیشهشون بهتر پیشرفت بکنه، نسل‌های بهتری رو ما تربیت بکنیم، مدرسه و دانشگاه و تکنیکوم و به اصطلاح وسایل تحصیل برای اونها آماده باشه، یا اونها رو بفرستیم به دانشگاه خارج تحصیل کنن برگردن به مملکت. امروز ما میبینیم که هیچ کدوم اینها نیست. یعنی هر چیزی که باعث رشد کودک ایرانی، نوجوان ایرانی و جوان ایرانی میشود از دست از خارجه. همه اینها به شدت قیمتاش بالا رفته، اینها همه برنامه‌ریزی شده است. وگرنه مملکتی که دارای اون همه ثروت هست چگونه نمیتواند زندگی جوانان خودش رو تأمین بکنه، در حالی که ما صدها مدرسه یا بیمارستان در کشورهای دیگر ساختیم، در مملکت خودمون نمیتوانیم کارا، چون بنا نیست این کارها بشه. بنا نیست که جوان ایرانی به دانشگاه بره تحصیل بکنه، بنا بر این است که جوان ایرانی معتاد بشه بعد که اینها اعدامش بکنن، بنا این است که این جوان ایرانی غم کشی بکنه تا اینها اعدامش بکنن، بنا هست که خفتگیری و باجگیری بکنن تا اینها او رو اعدام بکنن، بنا اعدام کردن و نابود کردن جوان ایرانی است. حالا این قاضی یا قاضی‌های دیگر یا هر آخوند تبهکار دیگری که قوانینی وضع بکنه، قوانین چه خواهد بود؟ دست اینها رو ببرید، انگشتان اینها رو ببرید، یا گوششون رو ببرید، یا در نهایت شلاق بزنید و اینها رو به زندان بکنید یا اعدام بکنید. آیا واقعا ریشه مشکل حل میشه؟ طبیعتاً حل نمیشه. بنابراین اینها نمیخوان که ریشه مشکل حل بشه، اینها میخوان به هر طریق ممکن مشکل ایجاد بکنن، مردم رو گرفتار مشکلات بکنن که بتوانند این مردم رو تنبیه بکنن. و حکومت با تنبیه کردن مردم در حقیقت نشان میدهد که قدرتمند است، مسلط به اوضاع هست و کشور رو داره اداره میکنه. تمام داستان همینه، چیز دیگری نیست. بنابراین من نه به این بزاد، به این آخوندهای تبهکار روانپریش اهمیتی میدم و بهایی میدم، نه به قوانین قرون وسطایی که اینها میارن میشود ارجی گذاشت، و نه اینکه اینها در پی راه حل مناسب هستن برای کشور. این چیزیست که استعمار میخواهد، اینها رو روی کار آورده، حمایت میکنه. آمریکایی ها اینها رو دارن حمایت میکنن، مخصوصا دموکرات ها، انگلیس ها اینا رو حمایت، آلمان، فرانسه، همه کشورها. شما ببینید اخیراً آقای مکرون یه سخنرانی کرده، در نهایت وقاحت میگوید که بله ما به دلیل وجود قدرت های بزرگی مثل آمریکا یا چین، فرانسه بسیاری از منافع خودشو در دنیا از دست داده، ولی ما خیلی علاقمند هستیم که برجام امضا بشه، برای اینکه ایران یکی از سورس های بزرگ و خوب انرژی هست. ببینید امروز روسیه خودش رو همسایه کشور ما نمیداند، امروز روسیه خودش رو صاحب مملکت ما میداند. این صحبتی که کردن که پوتین آمد ایران و گفتن تفاهم نامه امضا شده به مبلغ 40 میلیارد دلار و گازپروم قرار است در ایران سرمایه گذاری بکنه، اینها برای این نیست که در مملکت توسعه پیدا بشه، شغل ایجاد بشه و کارگر ایرانی بتونه کار پیدا بکنه، جوان ایرانی به آینده امیدوار بشه، پولی وارد مملکت بشه، اصلاحات و خدمات اجتماعی انجام بشه. ابدا. این برای این است که پوتین امروز با گرفتاری هایی که داره در سطح جهان، در حقیقت روی ایران داره حساب میکنه که با یک سرمایه گذاری احیانا اگر بشود در داخل ایران، نفت و گاز ایران رو تولید بکنن و این نفت و گاز رو روسیه در حقیقت به طریق ایران بفروشد، یعنی منافعش برای روسیه خواهد بود، اندکی هم به این آخوندها خواهد داد. و روسیه در حقیقت از زمان پتر کبیر تا کنون به دنبال این بودن که ایران رو ببلن و هیچگاه نتوانستن، مگر در اون دوره فضاحتبار قاجار و اون دو قرارداد ننگین. ولی امروز بدون جنگ، بدون هیچ مشکلی، پوتین صاحب ایران هست و علی خامنه‌ای یک غلام حلقه به گوش بدبخت ذلیل بینوای تحت امر پوتین هست. بنابراین مملکت ما امیدی بهش نیست. تا زمانی که اینها هستن هیچ امیدی به اصلاح، به عمران، به بهتر شدن وضع جوانان، پیدا شدن امید برای آینده، هیچی نیست. تنها راه این است که این رژیم رو ملت ایران از جا برکند
صاحب مملکت بشود تا اون وقت بتواند جلوی این فجایع رو بگیره. تا زمانی که ما خواب هستیم و نشستیم و گفتگو میکنیم و دیگران هم دلخوش به این هستن که با کلاه گذاشتن سر یکدیگر دارن زندگی میگذرانند و این از جیب اون میزنه، اون دیگری از جیب اون دیگری، و به این ترتیب و هم در مراسم تاسو و عاشورا شرکت میکنیم، هم سفره رقیه و سکینه و ابوالفضل و غیر ذلک میاندازیم، هم ادعا میکنیم مسلمان هستیم، هم ادعا میکنیم ایرانی هستیم، هم نگران خلیج فارس هستیم، هم گروه گروه گله گله به امارات میریم و همون کشورهایی که نام جعلی برای خلیج فارس درست کردن پول خودمون رو اونجا خرج میکنیم، و ترکیه ای که به دنبال جدا کردن بخشهایی از ایران است همراه حکومت جعلی آذربایجان میریم در ترکیه ملک میخریم. تا زمانی که ما ملت دنبال این مسائل هستیم و اینگونه فکر میکنیم، موجودات مست شده ای هستیم که مملکت ما درست نخواهد شد. متاسفم. سپاسگزارم جناب دکتر. همینطور که فرمودین راجع به تحصیل و غیره که در این مورد تمام به حساب اون بخش هایی رو که یا دلایلی رو که فرمودین راجع به این دزدی ها سپاسگزارم. یکی خیلی جالبه، الان پریروز در اخبار شنیدم برای کنکور امسال حتی سوالات کنکور رو تا 1 میلیارد تومان، 1 میلیارد تومان، ببینید چند هزار دلار میشه که میدن. من نمیدونم مردم میخوان برن، حتما اینم همه همون خب بچه پاسدارا و اینا هستن دیگه، برای اینکه اونا آتیه دارن، ولی بقیه مردم من نمیدونم. حتی الان چقدر ما الان پزشک داریم در ایران که کار ندارن و همه دارن فرار میکنن، نمیدونم حالا چرا این کارو میکنن. یکی این مورد بود، یکی در مورد گوشت و چیز فرمودین. این عکس رو من بزرگ کنم حضرت عالی هم ببینید، خیلی جالبه. میگه اگه ما به جای 600 حوزه علمیه 600 گاوداری داشتیم، الان به تمام دنیا گوش میدادیم. واقعا این خیلی جالبه حرف ایشون، و با سپاسگزارم از اون کسی که این مسئله رو گذاشته. جناب دکتر، عرضم به حضورتون که اجازه بدین هنوز در ایرانی در مورد کمبود آبی که الان در ایران، یعنی الان سالهاست، و در موردی که کمبود آبی که در اخیراً هست و در همدان الان به مدت 12 روزه، در خوزستان ماه‌هاست، در بسیار در همدان الان با تانکر دارن آب میبرن. این کمبود آب رو و آقای وزیر نم آبادانی و مسکنم نم کی اون گفته ما تا 20 شهریور مسئله رو حل میکنیم، مشکلی نیست و نترسید. اینا خواستم ببینم که این داستانی چیه، آیا این چه سرنوشتی برای ایران میبینید با این کمبود آبی که وجود داره؟ مرزم فهمیدیم سر ما در قرن 21 داریم زندگی میکنیم، ولی کشور ما رو کسانی اداره میکنن که به لحاظ فکر و اندیشه در قرن 7 هستن، 7 میلادی، و به هیچ وجه اینها صلاحیت اداره امور کشور رو ندارن. شما در هر زمینه ای، نه فقط مسئله آب که ما الان مدت هاست از روزی که این فرقه تبهکار روی کار آمده مشکل داریم در مملکت، در تمام زمینه ها مشکل داریم. ببینید برنامه هایی در ایران اجرا شد توسط شاهنشاه آریامهر در قالب انقلاب سفید شاه و ملت، که به اختصار میگیم انقلاب سفید. بله، انقلاب سفید در واقع یک مجموعه ای بود از یک مدیریت واحد برای اعتلاء کشور، برای پیشرفت کشور، برای سرافرازی کشور. شما ملاحظه بکنید همین امروز که داریم صحبت میکنیم، اگر همین اصول انقلاب سفید رو شما در هر یک از کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که عقب مانده هستن در حال توسعه، در مصر اجرا بکنید، انقلاب سفید رو در عربستان سعودی اجرا بکنید، انقلاب سفید رو در نیجریه، انقلاب سفید رو در گانا، انقلاب سفید رو در فرض کنید اکوادور، در هر کجای جهان، در آلبانی،
شما اجرا بکنید، اون کشور در عرض شاید یک دهه یا ماکسیموم دو دهه یک کشور پر افتخار و سربلندی خواهد شد. خب ببینید، یک شخص فاسد بسیار پلید بسیار ملعونی هست به نام مشیری در یکی از این رسانه ها که شاید جناب عالی هم میشناسیدش، این کارش این است که مردم رو به بیراهه ببره، کارش این است که دروغ بگه، کتابی هم جلوش میگذاره در قالب آدم فاضل و دانشمند از روی کتاب میخونه و دستی به محاسن میکشه و تعریف و تفسیر میکنه و دروغ میگه. اولا دروغ‌های بسیار بزرگی گفت راجع به دریادار بایندور، این افسر شریف میهن‌پرست ایرانی، و اهانت و جسارت‌های به او کرد که الان امروز هشتم شهریور ما سوم شهریور هستیم و سالگرد حمله متفقین به ایران و از بین بردن نیروی دریایی شاهنشاهی و تیرباران کردن افسران ایرانی، افسران نیروی دریایی. به هر صورت این فرد پلید دروغگوی خائن بی سواد میگوید که بله کندی شاه رو احضار کرد و شاه رو 24 ساعت پشت در اتاق خودش نگه داشت. 24 ساعت شاه ایستاده پشت در. شما ببینید که نهایت حتی صندلی هم نذاشتن بشینه. 24 ساعت پشت در اتاقش نگه داشته، بعد اجازه داده بره. وقتی که شاه اومده بیرون یک پرونده زیر بغلش، اون انقلاب سفید. ببینید یک پرسشی که من از این فرد بی وطن دروغوی پست بی خرد کردم این بود که نتیجه اون انقلاب سفید چی بود؟ اون همه پیشرفت و سرافرازی بود که در سال 57 شاهد بودیم دیگه. اگر واقعا اون پسرک ژیگولوی دموکرات آمریکایی اینقدر فهم و شعور داشت و اینقدر به ایرانی ها علاقه من بود که یک چنین چیزی رو به شاه شما، به شاه ما دیکته بکند که این کارو بکنی، پس باید که از اون تشکر بکنم، از این آمریکایی‌ها باید سپاسگزار باشیم که این کارو کردن. که ببینید مملکت ما بزرگترین گرفتاری که پیدا کرده است از شهریور 1320 که الان در شهریور ما هستیم، ایران اشغال شد، درست در سال 1320 در شهریور ایران به اشغال متفقین در اومد. همین آمریکایی ها و انگلیس ها و روس ها وارد ایران شدن و مملکت ما را اشغال کردن. در مهر ماه حزب توده تأسیس میشه، حزبی که به دستور کمیترن تشکیل شده است و در جهت اجرای اهداف اتحاد شوروی در ایران. در سال 1328 جبهه ملی توسط مصدق و یاران مصدق تشکیل می شود. امروز اسناد و مدارکی موجود است که چگونه استیشن CIA در تهران در ارتباط بوده است با حسین فاطمی، یار غار مصدق و وزیر خارجه او، آدم لات بددهن بی سر و بی پا و الله یار ساله، و کسانی مثل فیشر، مثل حضورتون عرض کنم که ویلز و افرادی شبیه اینها رو که مستقیما ترومن به تهران میفرسته و کار اینها این بود که با تقویت ناسیونالیسم ایرانی در برابر انترناسیونالیسم مارکسیست لنینیستی حزب توده بایستن. و چگونه حزب جمهوری این جبهه ملی از آغاز به دستور آمریکایی‌ها و با کمک آمریکایی‌ها در ایران فعالیت خودش آغاز می‌کنه. از شهریور 20 به این سو آنچه راجع به تاریخ ایران نوشتن و گفتن همه دروغ محض بوده، یا توسط توده‌های بی‌وطن که مخالف حکومت پادشاهی بودن، یا توسط مصدقی‌های بی‌وطن که اونها هم در خیانت دست کمی از توده‌ها نداشتن. تاریخ ما رو تحریف کردن، دروغ های بسیار گفتن به این ملت، بازمانده اونها، توفاله های اونها امثال همین مشیری و دیگران هستن. و امروز این مطلبی که میخوام عرض بکنم خدمتون این است که امروز جمهوری اسلامی که خودش رو در معرض نابودی میبینه به اشکال مختلف داره پوست اندازی میکنه، چهره های مختلف از خودش، این نقابی که داره امروز شناخته میشه میذاره کنار، نقاب شعله سعدی میاد، شعله سعدی شناخته میشه نقاب، چون پیش از این هم همین آقای سازگارا رو فرستادن که این آقای میبودی
دوست جناب علی مرتب دعوتش میکنه و بزرگش کرد و بی بی سی و غیره و زالک و اینترنشنال و اینا. و آدم های مثل همین خانم معصومه قومیکلا و دیگران و پسر اون آخوند شریعت مداری و اینها کسانی هستن که در حقیقت چهره های دیگر جمهوری اسلامی هستن و یکی از منفورترین و کثیف‌ترین اینها همین میرحسین موسوی است که اخیراً هم صحبتی میکنه راجع به مسئله موروثی شدن به اصطلاح جانشینی این فرد فاسد علی خامنه‌ای. ما تا تاریخ خودمون رو دوباره نشناسیم و با تاریخ حداقل معاصرمون مسائلی رو که اتفاق افتاده است به طور دقیق آشنا نشویم، در این پیچ و خمی که هستیم میمانیم و تا زمانی که در این پیچ و خمها باشیم قدرت حرکت کردن نداریم و تا زمانی که قدرت حرکت نداشته باشیم این کشور دست اینها باقی خواهد ماند و آب کمبود خواهد داشت، نان کمبود خواهد داشت، گوشت کمبود خواهد داشت، شرف کمبود خواهد داشت، غیرت کمبود خواهد داشت، حس میهن پرستی کمبود خواهد داشت، همه چیز ما کمبود خواهد داشت. چون میخواهد چه؟ میخواهد استعمار. به دست چه کسی؟ استبداد. از چه طریقی؟ از طریق استعمار، تحمیق کردن مردم، ناآگاه کردن مردم، دروغ گفتن به مردم. فیلمی دارن تهیه میکنن جناب ناخدای گرامی راجع به کودتای 28 مرداد. آمریکایی‌ها دارن درست میکنن، هالیوود داره درست میکنه. که دوباره اخیراً میدونی که سناتور تام کاتن که سناتور جمهوری خواه هست با فاکس نیوز یک مصاحبه بسیار مفصلی داشت. اتفاقاً امروز من در نشستی بودم، پیشنهادی دادم که دوستان پذیرفتن که نامه‌ای بنویسیم از تام کاتن تشکر کنیم به خاطر شجاعتش و به خاطر راستگوییش. او دقیقاً گفت که این داستان 28 مرداد و کودتا صرفاً ساخت و پرداخته دموکرات‌هاست و اینها هستن که به این مسائل که درست هم میگوین. و حالا کاتن حقایقی رو در فاکس نیوز مطرح کرده. ببینید در همین رسانه آقای هیکی مطالبی نوشته میشه هر هفته، هر روز، نه هر هفته، هر روز راجع به واقعیت‌های تاریخی ایران و من از همین تریبون شما از ایشون سپاسگزاری میکنم چون حقایق رو ایشون مینویسه بی‌پروا و با شجاعت. و باز هم من از این سرور عزیزم بانو ثقفی باشی نام ببرم که واقعا وجود شریف این بانوی گرانقدر ایرانی سرشار از عشق و مهر به میهن هست و باور کنید گاهی اوقات که من احساس خستگی میکنم در حقیقت موتور محرک من ایشون هستن. ایشون هستن که با دلداری ها و با راهنمایی ها و با محبت هایی که میکنن من رو برای مبارزه دلگرم‌تر میکنن. تمام کوشش این بوده که ما ایرانی ها رو به بیراهه ببرن و امروز اگر ما بخواهیم از این سیاه چاهی که در اون گرفتار هستیم بیرون بیایم باید تاریخمون رو دوباره بشناسیم، باید حزب توده رو بهتر بشناسیم، جبهه ملی رو بهتر بشناسیم، مصدق و سنجابی و زیرکزاده و صحابی و غیر و زالک رو بهتر بشناسیم، شاپور بختیار رو بهتر بشناسیم و همه این کسانی که خیانت به مملکت کردن، ضربه به اون کشور زدن رو بشناسیم تا بفهمیم چه کسی خادم بوده است، خدمتگزار مملکت بوده، چه کسی خائن بوده است، چه کسانی خائن بودند. و این وظیفه ملی ماست امروز، وگرنه این داستان آب و هوا و غیره و زالک و غذای آلوده فقط مسئله آب امروز کمبود آب نیست، امروز کمبود شجاعت هست، کمبود شرافت هست، کمبود میهن پرستی است. این درد اصلی ما این است. اگر این رو ما بتوانیم جبران بکنیم و درست کنیم و به خودمون برگردیم به عنوان ایرانی همه مسائل دیگر حل خواهد شد. ولی ما امروز چسبیدیم به این که فرض کنی که اینجا کمبود آب داره، اون دیگری که آب نداره، آب داره اصلا براش اهمیتی نداره که امروز مثلا در کرمانشاه آب نیست. خوزستان که به اون وضع افتاده برای تهرانی اصلا مطرح نیست که در خوزستان چه میگذره. بلعکس در تهران که اتفاقی افتاده برای تبریزی اصلا مهم نیست. تا زمانی که ما به این ترتیب هستیم همین بدبختی رو خواهیم داشت. کاملا جناب دکتر. جناب دکتر من این
عکس رو نشون بدم. این شریعت مداری پسر آخونده، همینه که میخواد رئیس جمهور بشه یا سلطان بشه، و در عکس بالا همون کسی که کراوات داره و دست اون پاسدار تفنگ به دست رو گرفته و داره تشویق میکنه، همین هارون‌زاده است که در سر پیکر پاک بزرگترین مرد تاریخ ایران هویدا واستاده و داره اینا رو تشویق میکنه که اینا کشتن. این همین هارون‌زاده است، این شریعت مداریه. دوست عزیزی سوال فرموده بودن این هارون‌زاده همون مدیر کیهانه؟ نه، اون مدیر کیهان یک کثافت متعفنه، اونم آخونزاده است و شیرهی عجیبه، هیکلش نصف اینه و قیافش هم بسیار هارون‌زاده تر، یعنی همشون واقعا شکل همن. اینو خواستم که به دوستانشون بدم چون اون عزیزم سوال کرده بودن که این اونه. نه جناب دکتر، در مورد آب یه مسئله دیگه، یه عکس دیگر رو نشون میدم خدمتون، چون مسائل خیلی مهمه بین المللی که همه مربوط به ایران هست رو میخوام بگم. شما الان فرمودید که، یا من خدمتون عرض کردم که در ایران آب نیست، در همدان آب رو با تانکر میدن، در خوزستان آب نیست، در بلوچستان آب نیست، آب لجن، آب فاضلاب میخورن مردم و بچه ها همینطور مثل برگ خزان بیمار میشن، اسهال خونی میگیرن و میمیرن. ولی این یک تصفیه خانه آب شیرینه، چیز به حساب آب شیرین کنه خاورمیانه، بزرگترین تصفیه خانه ایست که در خاورمیانه ساخته میشه به دست ایران در کربلا. بعد اون وقت شهر کرد میگه 11 روزه، همدان 9 روزه که آب ندارن. به راستی کشورمان را دو دستی به عرب هدیه دادن. و من فکر میکنم جناب دکتر ما لیاقتمون بیشتر از این نیست، یعنی باید اینجوری باشه. وقتی که ما میریم به همون عراق، میلیون میلیون ایرانی میره اونجا و یه تعدادی البته اونا که خودشون رو زمین میخوابن و صدای سگ و گاو و اینا زنجیر میبندن، اینا از همون پاسداران، همون مال خود حکومت هم که این کارو میکنن. ولی به هر جهت همون 1-2 میلیونی که میرن و اغلب پای پیاده، و الان ماه آینده ماه چیز هست، ماه چیه، چله امام حسین، نمیدونم چیه، محرم و صفر، نمیدونم فلان، اربعین هست. واقعا ما غیر از این نباید انتظار داشته باشیم. این خواستم من فقط این دوتا عکس که در این مورد بود خدمتتون عرض کنم. یه مسئله خیلی مهمه دیگه راجع به ایران، این کثافت متعفنی که عکسش رو میبینید، این پسر خامنه ایست و الان دارن اینو یک شبه پریشب از درجه حشد الاسلامی به آفت اللهی تبدیل کردن و یه دفعه بدون این که اصلا استادی باشه، اینم نمالا اون مراحل خودشون رو در بشکه تهی کرده باشه، آیت الله شد و تصمیم گرفتن که اینو بذارن به جای خامنه ای. در این مورد حضرت عالی چی میفرمایید؟ دوستتون عرض میکنم که در مورد جانشینی این پسر با اون پدر خبیث خیلی بحث ها رو در تلویزیون ها کردند و در رسانه های مختلف و حالا داخلی و خارجی و حتی محافل بسیاری در داخل ایران صحبت راجع به این موضوع کردند. و نکته‌ای که من میخوام عرض بکنم این است که الان مطرح کردن که ایشون درس سطح رو هم تمام کرد و درس خارج رو هم خونده است و الان آماده آیت الله است. حالا فرض کنید که اساساً این دروغ و دغل‌ها درست بود، این آیت الله بود، درس هایی که اینها میخونن در حوزه، اگر شما از زمان مجلسی تا به امروز در نظر بگیرید و تصور بفرمایید که هیچ گونه تغییری در دروس اینها چه در سعد چه در خارج پیدا شده است،
به هیچ وجه پیدا نشد. حالا شما در نظر بگیرید که علم و تکنولوژی به طور ثانیه‌ای داره حرکت میکنه، پیشرفت‌های پیدا میشه، مسائل جدیدی پیدا میشه و همه چیز در جهان ما در حال دگرگونی است و در حال بهتر شدن هست، در حال تکامل هست، جز مسائلی که در این حوزه ها مطرح میشه. بنابراین پرسش من این نیست که حالا این آیت الله، حالا حجت الاسلام، حالا ثقت الاسلام، حالا یا هر چیز دیگری که هست، یا آخوند معمولی حوزه یا غیر حوزه است. مسئله این است که این و بابای این و بابای اون پسری که شما پیشتر نشون دادید، یعنی اون آخوند شریعت مداری که به دنبال تشکیل حکومت شورایی بود در ایران و از مخالفین حکومت شاهنشاهی بود، و آدم های نظیر اینها مثل اون آخوند خاتمی و مثل رفسنجانی و مانند دیگر همه این آخوند، شما تصور بکنید که شاید در طی، من میخوام عرض بکنم، 7-8 قرن گذشته، ما تعداد یکی دو تن انگوش شمار از میان این خیلی عظیم آخوند داشته ایم، حالا در هر سطحی که بودن، که اینها تا حدودی فهمیده تر بودن، تا حدودی با مسائل جهان و دانش مدرن آشنایی پیدا کرده بودن در اثر مطالعات خودشون. اون چیزی که در حوزه به اینها درس داده میشه یک کتابچه ایست که این رو قرنهاست دارن تکرار میکنن، از کلینی تا الان. دقیقا. حالا شما ملاحظه بفرمید که چه فرقی میکنه برای من ایرانی که این حجت الاسلامه یا آیت الله، چه تفاوتی میکنه؟ مگر بابای این که حجت الاسلام بود و رفسنجانی یک شب او رو آیت الله کرد، مگر رهبر ملعون اینها خمینی گجستکی که حجت الاسلام بود و همین بابای این آقای که الان عطرش شما نشون میدید این رو آیت الله کرد، مگه خمینی با آیت الله شدن آدم شد؟ مگر خمینی با آیت الله شدن فاضل و دانشمند شد؟ خمینی یک مرد متعجر عقب مانده بود که وقتی محمد حسن الهیکل از مصر آمد دیدنش در قم، برگشت، اون موقع حسن الهیکل رئیس سردبیر روزنامه الاهرام بود، در الاهرام تیتر بزرگ نوشت خمینی چون گلوله است که از قرن هفتم شلیک شده. یعنی این مرد که 1400 سال عقبه، 1300 سال عقبه. ببینید ما امروز اسیر این بازی ها هستیم، این حجت الاسلام یا آیت الله العظماست یا آیت الله، چه فرقی میکنه برای من ایرانی؟ هر کی میخواد باشه، این فردی است همچون پدر، همچون دیگران. شما ببینید قربان، زمانی که مصدق استفاده داد، احمد قوام از مجلس رأی اعتماد گرفت، رفت حضور شاهنشاه، شاهنشاه هم توشیح کردن، فرمان نخست وزیری شد. مصدق دشمن قوام شد. در اون زمان با آیت الله کاشانی، اون آخوند تبهکار چند چهره، دوستی بسیار نزدیک داشت. کاشانی گفت من فتوا میدم و خودم با کفن میام تو خیابون و از مردم هم میخوام بیام. قوام مجبور شد استعفا بده، مصدق دوباره نخست وزیر شد، این بار با رأی مجلسی که به او رأی نداده بود. ببینید همه اینها در درازای تاریخ، الان این وضعیت آشفته ای که در عراق هست و ممکنه در عراق جنگ داخلی بشه، این مسئله داستانی که این آقای سعد به وجود آورده، تمام اینها موجوداتی هستند بیکاره که در عین حال به دلیل احساسات مردم، به دلیل حماقت‌های مذهبی مردم، کهنه پرستی مردم که خود اینها شایع می‌کنند، دارای آنچنان نفوذ و قدرتی هستند. نه اینکه اینها، شما در جهان مسیحیت نگاه بکنید، در جهان کاتولیک ببینید پاپ داره چه قدرتی است. پاپ وقتی که به یک کشوری سفر می‌کنه ببینید مردم چه می‌کنن. بله، واقعیتیه. این مسئله اسلام تنها نیست، در همه جای دیگر هم همینطور است. این است که ما بایستی به این مسئله توجه نکنیم که این حالا
حجت الاسلام یا آیت الله. باید به این توجه بکنیم که این هم یک آخوند مرتجع، حالا هر درجه که داره، و پسر پدری است که یکی از شرورترین، منفورترین و بیوطنترین کسانی است که توی این مملکت تا کنون به قدرت رسیده. این پسر اونه. بنابراین اگر اندکی از خون اون پدر در بدن این باشه، بر اساس قوانین ژنتیک بخشی از ژن‌های خودش رو از اون پدر خبیث به ارث برده باشه، این هم یک جنایتکار دیگری خواهد بود. طبیعیست. پس بنابراین ما بایستی به دنبال این بریم که آقا ما اینها رو به طور کلی نمیخوایم. حالا برای ما مهم نیست که این حجت الاسلام یا آیت الله یا آیت الله روزماست. ما اینها رو نمیخوایم آقا. ما این مکتب رو نمیخوایم. حالا شما فرض کنیم بفرمایید که ما خامنه‌ای رو نمیخوایم. خب یک آخوند دجال دیگری جانشین اون میشه. ما مکتب رو نمیخوایم. ما آخوند رو نمیخوایم. ما این ساختار رو نمیخوایم. بنابراین کل این مسئله بایستی تغییر پیدا بکنه. و این چیزیست که بایستی مورد توجه ما قرار بگیره. کاملا. خیلی ممنونم از توضیحات زیباتون. واقعا میدونم که چقدر دوستانمون لذت میبرن و مرتب اظهار حساب امتنان میکنن از بزرگواری شما، از سخنانتون. دوست عزیزی نوشته بود که فرمایشات آقای دکتر رو حتما باید با طلا نوشت و واقعیت رو. سپاسگزارم از حضورتون جناب دکتر. من میخوام که سوالای حساب فرای ایران، یعنی خارج از ایران، ولی در مورد ایرانمون هست که 3-4 سوال دارم، ولی اینا خیلی مهم بود، دلم میخواست شما با اون بیان شیرین و گویاتون به دوستان عزیزمون بفرمایید. بله کاملا حق با شماست، هیچ فرق نمیکنه، این تیره از اون تبار از سگ زرد برادر شغال است. بله راست میگین، چه آخون باشه، چه حجت الهدن فلان باشه، چه همشون سر تایی یک کرباسن، همشون در یک قبیله درس خوندن و همشون هم سرشون در آخره یا انگلیسه و الان رئیس فعلی که سرش در آخره آقای پوتینه و هر کاری که پوتین، یعنی بدون اجازه پوتین آب نمیخوره، یعنی هر کاری میخوان بکنن باید برن، یعنی میان بیرون برای نمیدونم برجام، بعدن به جای اینکه برن نتیجه صحبت ها رو به ایران بگن یا به آخوند خودشون بگن، میان میرن روسیه به پوتین میگن و از اون دستور میگن. شما قربان ببخشید، من یه پرسشی از جنابعالی دارم. ببینید خاطرتون از زمان شاهنشاه که نهایت محبت رو به اینها میکردن، به این انگل ها و کمک های مختلف از دربار شاهنشاهی تا نخست وزیری تا سازمان برنامه و بودجه، حتی ساواک و اوقاب، همه اینها به اینها کمک میکردن و اینها میخوردن مجانی و در اون مملکت برای هر پیشرفتی که میخواست انجام بشه میرفتن روی منبر فتوا میدادند و اعلام جهاد میکردند و شورش بپا میکردن. امروز در کدام سوراخ اینها تنیدن؟ در کجا هستن؟ این همه فساد و این همه بدبختی و این همه ظلم و این همه بیعدالتی که توی مملکت هست، مگر اینها شعارشون این نبود که الملکو یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم؟ مگر این شعار اینها نبود؟ دلی. امروز اینها کجا هستن؟ پس بنابراین مطلبی که من عرض میکنم نه روی نظر شخصی است، روی عملکرد اینهاست. موجوداتی هستن پست، خار، ذلیل که اگر شما به اینها فرصت دادید اینها تبدیل میشن به اژدها، اگر تو سر اینها کوبیدید تبدیل میشون به یک مرغ خانگی. پس باید چه کرد؟ تو سر اینها زد. اینها قابل احترام نیستند. امروز اگر آخوند احترام داشت، اگر حجت الاسلام بود، اگر آیت الله بود، آیت الله العظما بود و انگل نبود و انگل زاده ها نبودند، امروز اینها بایستی همون داستانی که بارها اعلام کردن، کفن میپوشیم و خیابان میایم و اعلام جهاد میکنیم و فتوا میدهیم. پس کو این داستان ها؟ در تمام درازهای تاریخ اینها موجودات انگلی بودن شبیه به همین، هرگز هم تغییر نکردن، هرگز هم تغییر نخواهند کرد.
این مشکلی که ما با اینها داریم. چه فرقی میکنه برای من که این پسرها رو بگن که آیت الله یا حجت الاسلام یا ثقت الاسلام یا هر چیز دیگه؟ حق با شما، کاملا حق با شما. جناب دکتر، پیش از اینکه سوالهای دیگر رو بکنم و ضمناً یه تنفسی هم باشه برای حضرت عالی، یک فیلمی هست که همینطور که استحضار دارید در 80-90 سال پیش در همون حکومت عثمانی 1.5 میلیون ارمنی رو قتل عام کردن، کشتن، اونا رو از خانه و زندگیشون روندن و در بیابونها اون قزلباشای سلطان عثمانی رفتن و اینا رو با شمشیر زدن، شکمهاشون رو پاره کردن، اگه زنی حامله بود بچهش رو در آوردن آویزون کردن و غیره و غیره. ولی ارمنی ها، ارامنه اونقدر غیرت، اونقدر شرف، اونقدر آبرو و حیثیت و واقعا وطن خواهی داشتن که الان بعد از نمیدونم 80 ساله، 90 ساله، چند ساله، اینها به دنیا اینو نشون دادن و هر ساله در تمام گوشه و کنار دنیا میرن جمع میشن و به حساب دادخواهی میکنن، خون هموطنانشون و اون نسل گذشتهشون رو به حساب میکنن و میجورند از اونجا. ولی ایرانی ها، ما ایرانی های بی غیرت که خود من هم شاید یکی از همینا باشم، هنوز تازه میریم توی کانادا یا توی انگلیس یا توی لس آنجلس، حالا توی ایران که هیچی، هزاران نفر وامیستن، تظاهرات را میندازیم برای حسن و حسین و گریه میکنیم همونا که بهمون تجاوز کردن و هرگز ما خونخواهی نکردیم از اون حمله قادسیه در 1300 سال پیش و کشتن در یک هفته فقط 120 هزار ایرانی رو و چند ده میلیون رو در 200 سال. حالا یه فیلمی هست که داره به ایرانی ها هشدار میده که بابا شما هم باید مثل ارامنه بیان و خونخواهی کنید، به دنیا نشون بدید که اسلام با ایران چه کرده. این فیلم رو با اجازتون نشون میدم، خیلی جالبه برای آگاهی دوستان و اینکه راه چاره ای برام بیاندیشن و بعدش میرین دنبال سوالات به حساب بین المللی. امیدوارم که فقط انجام بشه کار. بله، در جهان مدرن امروز هر نسل کشی یک حادثه تلخ تاریخی است که میبایست در یادها بماند، ولی یکی از بزرگترین نسل کشی های تاریخ که بر جهان امروز نیز همچنان تأثیر گذاشته از یادها رفته است. نسل کشی که در پی خود فرهنگ کشی را به همراه آورد و سکته بزرگی در پیشرفت و تکامل تمدن انسانی پیش آورد. 1400 سال پیش حمله عرب به ایران با یک نسل کشی تمام عیار همراه شد، نسل کشی که در آن مردها به گونه فجیعی قتل عام شدند، کودکان به بردگی برده شدند و زنها به کنیزی و بردگی جنسی بدل گردیدند. بسیاری بر اثر گرسنگی جان باختند و شماری از انسانها هم موالی عشیره‌های مهاجم شدند. ایران شهر تاریخی ویران گشت و دستاوردهای چند صده ایران کهن برباد رفت. در قرن‌های پس از این رخداد هولناک، جو هراس و سرکوب و خودسانسوری این نسل کشی و فرهنگ کشی را مسکوت نگه داشت. مسلمانان پس از یورش به ایران توانستند ثروت و شهامت این را بیابند که به سایر نقاط جهان بتازند. این یورش تنها انسان کشی نبود، بلکه با سوزاندن کتابخانه ها و تخریب آثار تاریخی یک نسل کشی فرهنگی نیز بود. پس از این همه سال سکوت، زمان آن رسیده است تا پرده فراموشی را بدریم، یاد این نسل کشی جانی و فرهنگی را برای جهانیان تازه کنیم. 25 تا 28 آمان ماه هر سال در هر نقطه جهان در جمع آنان که دل در گروگ مهر ایران و ایرانی دارند گرد هم می آییم تا این داستان تلخ
که تجربه تکان دهنده آن را این روزها بیشتر حس می‌کنیم بازگو نماییم. باشد که به خیشتن خیش بازگردیم. قادسیه یادبود نسل‌کشی فرهنگی اسلام در ایران. رو باز کنیم، صدا آقای دکترم که تشمیرن باز کنیم تا تشریف فرمایی آقای دکتر اجازه بدید یه چیزهای کوتاهی من خدمتون عرض کنم. امیدوارم این فیلم رو حتما روی یوتیوب هست، روی فیسبوک من هست، در همین برنامه الان پخش شد هست، اینو تا اونجا که میتونید پخش کنید، به همه نشون بدید، حتی به دوستای آمریکاییتون به زبون آمریکایی بذارید، هر کاری که از دستتون برمیاد انجام بدید و این فیلم رو به جهانیان نشون بدید تا ما هم شاید یه روزی فرمودن صدا قطعه ولی باز شد، من باز کردم، ما هم ایرانیان یه روزی بتونیم خونخواهی شاید چند ده میلیون یا در طول 2300 سال و در طول 1300-1400 سال چند صد میلیون ایرانی که به دست اسلام و مسلمانی کشته شد ما هم بتونیم خونخواهی کنیم و به جهانیان نشون بدیم. یکی از تنها کشورهایی که اسلام بسیار بسیار به ضرر زد کشور ایران بود، کشور ما بود که یکی از بالاترین، والامندترین و ارزشمندترین به حساب کشوری بود در جهان، یعنی اولین کشوری که پادشاهی رو، شهروندی رو، نمیدونم غیر و قانون و غیره رو گذاشت و حتی میدونید که اون استوانه حقوق بشری که کوروش بزرگ در روی اون استوانه نوشتن و الان در موزه لندن هست و کپیش در بالای سردر سازمان ملل متحد هست. بنابراین ما این بودیم ولی ما رو به این روز درآوردن و نمونه خیلی کوچیکش که زمان آریامهر بودیم در سال 57 و با حمله اسلامیون و مسلمان ها به ایران و اشغال ایران به دست آخوند و پاسدار و بسیجی و لباس شخصی و یک مش پا انداز و خانوم بیار و بی شرف و بی ناموس، ما الان دیدید که به چه روزی افتادیم. دیگه نه آب داریم، نه نون داریم، نه گوش داریم، نه هیچی دیگه نداریم جز یه عده یک میلیونی حد اکثر، یعنی یک صدم جمعیت الان دارن لذت میبرن و دارن کیف میکنن، ولی بقیه یعنی 99% مردم ایران به بیچارگی و دربدری و بدبختی هستن. جناب دکتر عزیزمون تشریف آوردن. جناب دکتر مرسی، خسته نباشین، سپاسگزارم از تشریف فرماییتون. فقط خواستم که فیلم رو دیدید شما جناب دکتر یا تشریف بردید؟ نه دیدم. دیدید؟ جالب بود؟ بله بله. چه نظری دارین در موردش؟ بله ببینید، الان یه مدتی است که دوستان ما دارن روی این مسئله هولوکاست ایرانی کار میکنن. بله. و در حقیقت همین مسئله که جناب عالی امروز بهش اشاره فرمودین مسئله مهمی هم هست. متأسفانه بایستی
اتفاقا هر سال یه سمیناری تشکیل میشه و از منم دعوت میکنن، یه صحبت چند دقیقه اونجا میکنم. ببینید، ما ایرانی ها باید این موضوع رو پیگیری بکنیم. حالا این مسئله فقط در مورد ما جنبه کشتار انسان ها و نسل کشی نداره، بلکه یک جنبه انحراف تاریخی داره. شما ملاحظه بفرمایید که اون مسئله خیلی خیلی مهمه. اگر ما شکست نخورده بودیم از تازیان، اون وضعیتی که در پایان ساسانیان بود نبود و در حقیقت حکومت ساسانی سکولاریسم رو از بین نبرده بود و حکومت رو دینی نکرده بود و همین فضاحتی که امروز آخوند در ایران داره، اون زمان مخاب و رهبران زرتشتی در ایران داشتند و بعد مسئله که در دربار ساسانیان بود و گرفتاری های متعدد و عوض شدن پادشاهان و خیلی مسئله که ما داشتیم، فرسایش جنگ ایران و روم، اگر این اتفاق نیفتاده بود امروز مسیر تمدن بشری به شکل دیگری بود. امروز اساسا ما بسیاری از این گرفتاری هایی رو که الان در حال حاضر داریم نمی داشتیم. مسئله اسلامگرایی و اسلام سیاسی و این داستان هایی که جهان استعمار استفاده کرده ازش برای چیره شدن بر ملت های مشرق زمین، اینها رو ما هیچ کدوم رو نمی داشتیم. جهان ما جهان دیگری می بود. بنابراین یونسکو یکی از وظایف بزرگش بررسی این مسئله هست. البته می دونید که این مسئله رو عرب ها پیوند می زنن با مسئله قومیت عربی و پولهای بسیار گزاف. شما خاطرتون هست که این آقای ترامپ و همینطور پومپیو دوبار از نام جعلی خلیج فارس استفاده کردن. درسته. و ترامپ تنها رئیس جمهور آمریکا بود که گفت خلیج فلان. بعد معلوم شد که پول کلانی عربستان سعودی به اینها داده بود. برای همین یک کلمه‌ای که بگن چندین میلیون، چند صد میلیون پول به اینها داده بود. ببینید، یعنی ببخشید آقای دکتر، پول شخصی به شخصی یا به دولت شد؟ به شخصی؟ بله، مثلا به عنوان کمک به کمپین انتخاباتی شما. کلاه شهری همه جا هست. درست. ببینید، مسئله قادسیه و کشتار ایرانیان یا جنگ نهاوند یا جنگ جلولا و یا جنگ سلاسل و جنگ های متعددی که ما ایرانی ها با عرب ها داشتیم، صرفا مسئله نسل کشی داشت مطرح نیست، بلکه نسل مسئله بزرگتری هست و اون مسئله کشتار فرهنگی است و به انحراف بردن فرهنگ جهانی است. و اگر پیروزی از آن ایرانیان می بود و ما ایرانی ها در اون نبرد شکست نمی خوردیم و ایران ما اسلامیزه نمی شد، امروز وضعیت جهان وضعیت کاملا دیگری بود، کاملا دیگر بود و کاملا خوب بود. این وضعیت فراکتبار در جهان نبود. اینا مسائلی است که آغاز شده، عده‌ای کار میکنن. منم خوشبختانه با این گروه ها همکار هستم و پیگیر هستم و مسئله رو ما بایستی بعد از بازپسگیری ایران به جایی برسونیم که رسما در یونسکو مطرح بشه. تحقیقات بسیار زیادی در سطح جهان، در سطح دانشگاه جهان بایستی انجام بشود و حقایق تاریخی رو بشه، به خصوص در زمینه انحراف فرهنگی جهانی. درست. مسئله رو محدود به ایران و به عرب و غیر و زارک نکنیم. فرهنگ جهانی با این شکست ایرانیان و با این کشتاری که تازیان کردن از ایرانیان به انحراف رفته و هنوز هم در انحراف. سپاسگزارم، بسیار فرمایشتون جالب بود، امیدوارم که به نتیجه برسه. ولی میگم اگر این مردمی که الان در ایران، من همه رو نمیگم، اون گروهی رو میگم که هنوز هستن یا اونایی که از ایران از دست همین حکومت فرار کردن، بسیاری، البته اونایی که به کانادا و یا آمریکا یه عده‌ای میان، اونا نه، اونا به خاطر زندگی بهتر میان، ولی ایران هم دارن، ولی اینجا دسته خودشون رو راه میندازن، سینه زنی هم میکنن. اگر تا اینا در بین ما باشن و ما اینا رو نتونیم واقعا ذوبشون کنیم یا یه جوری از شرشون نجات پیدا کنیم، فکر میکنم که ما همون چی میگن در همون راه، چی میگن راهمون، میگن به تو کجاست، به تو این راه که میرویم به ترکستان است. جناب دکتر، سوالات خیلی مهمم. یک،
حمله اسرائیل به مواضع حکومت اسلامی در سوریه و نتایج اون در خدمت شما است. ببینید اسرائیلی ها با چراغ سبز روسیه مدت های زیادی است که دارن مواضع حزب الله و طرفداران بشار اسد رو در سوریه بمباران میکنن. جمهوری اسلامی هم نتوانسته عملا کاری بکنه. بسیاری از ساختمان هایی که زرادخانه های جمهوری اسلامی و حزب الله بوده، سپاه قدس بوده، منهدم شده، تعدادی کشته شدن. و در این حمله اخیر گفته شد که البته هنوز تایید نشده که حدود 1000 موشک که تکنولوژیش رو ایران در اختیار سوریه قرار داده، یعنی جمهوری اسلامی قرار داده بوده، این موشک ها و کارخانه اینها از بین رفته است. و خلاصه این نبرد همچنان ادامه داره. البته بعد از یورش پوتین به اوکراین و جانبداری نسبی اسرائیل از اوکراین، تنش میان مسکو و تل آویو آغاز شد که این تنش سبب شد که مدتی این فروکش پیدا بکنه، زیرا که روس‌ها گفته بودن دیگر به سوریه نخواهند گفت که سیستم دفاع ضد هوایی رو از کار، یعنی روشن نکنن و عمل نکنن. ولی دو مرتبه به نظر میرسه که این عملیات شروع شده. حالا قبل از این که، یعنی در کنار عملیاتی که اسرائیل انجام میده، آمریکایی ها هم اخیراً در شرق سوریه در منطقه دیر ازور حمله کردن به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و همینطور کسانی که مدافعین بشار اسد هستن. ببینید در همین حال که این جنگ داره انجام میشه، گفتگو هم داره انجام میشه و این خیلی جالبه که توام هست گفتگوهای برجام با این مسئله جنگ نیابتی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل که سالهاست ادامه داره و همینطور جنگ نیابتی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده که گاهی شعله‌ور میشه و گاهی فروکش پیدا میکنه، چه در عراق چه در سوریه، و عملیات تروریستی که جمهوری اسلامی در جاهای مختلف در آفریقا و در عربستان انجام داده است علیه ایالات متحده. به هر حال اگر بخوایم نتیجه بگیریم، این است که در خود اسرائیل امروز سه نظریه وجود داره در مورد برجام. یک عده اونها مثل همین دموکرات‌های آمریکایی فکر می‌کنند که برجام خوبه، زیرا که امضای برجام و زیر نگاه داشتن جمهوری اسلامی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازرس‌هاش باعث میشه که دسترسی جمهوری اسلامی به انرژی هسته‌ای به تعویق بیفته. البته من شخصا با این نظر موافق نیستم، زیرا در همان زمانی که گفتگوها انجام میشه و همه جهان هم فکر میکرد که جمهوری اسلامی داره تبعیت میکنه از قوانین آژانس، دیدیم که در سه سایت، یکی سایت ورامین هست، یکی مریوان هست و دیگری هم نتنز، ببخشید ترخوزآباد و نتنز و مریوان، که اسرائیلی ها آمدند و اون اسناد و مدارک از ترخوزآباد جمع کردند و بردند و همین آقای ظریف دروغگو برگشت گفت، پوزخندی زد و که آقا اینها مسخره است و این نتانیاهو یک مرد روانپریش است و از اینجا. ولی اون اسناد که در اختیار سازمان ملل و انرژی اتمی قرار گرفته، امروز سازمان انرژی اتمی پای خودش رو در یک کفش کرده است که اتفاقا پایان این داستان برجام هم به همین سه سایت بوده که یا بایستی توضیحات قانع کننده بدید یا ما بایستی برگردیم و بررسی بکنیم. به هر حال این یک نظر هست در اسرائیل. نظر دوم این است که بایستی مذاکرات متوقف بشه و به هیچ وجه با جمهوری اسلامی نباید مذاکره کرد، همون نظری که ریپابلیکن‌های آمریکایی دارن، و اینکه اگر مذاکره بشه و برجام امضا بشه و پولها برگرده به ایران، خب دو مرتبه ایران شروع میکنه به توسعه نظامیگری شیعه خودش در خاورمیانه، که درست هم میگه. نظر سوم این است که بینابین رو گرفته، یعنی برجام امضا بشه ولی ایران بایستی تعهد بکنه اورانیوم غنی شده 20% و 60% خودش رو برگردونه به خارج، که معمولا طبق قراردادی که قبلا در برجام یک بود باید برگردونه به روسیه.
بنابراین این سه نظر در اسرائیل هست، اما کماکان اسرائیلی ها اعلام کردن، چه دولت قبلی که نتانیاهو بود، چه حالا که آقای بنی گانس هست، که ما برای دفاع از منافع اسرائیل راه و روش خودمون رو داریم. اون راه و روش هم این است که اینها اجازه ندن که اینها به گولان نزدیک بشوند و اجازه ندن که در سوریه بتوانن بیش از این. حالا نکته‌ای که جالب هست این است که بعد از این بمباران‌های اخیر دولت سوریه بشار اسد اعلام کرده است به جمهوری اسلامی که آقا بساط خودتون جمع بکنید، تا کی بایستی خاک ما مورد حمله اسرائیلی‌ها قرار بگیره به خاطر وجود شما، و وجود شما چه خاصیتی داره. و کوششی که کشورهای عربی و در رأس اونها عربستان سعودی میکنن این است که بالاخره جمهوری عربی سوریه رو که عربی هست برگردونن به جهان عرب و دست اینها رو کوتاه بکنن. در عراق هم تحولاتی هست که حالا اگر فرصت شد بعد بشه. سپاسگزارم، مرسی، خیلی ممنونم جناب دکتر. مسئله بسیار مهمی که در دو هفته اخیر به وجود اومد و اون سرقت یا راندخاری یا دزدی بوده که از کارخونه فولاد مبارکه اصفهان شده در ظرف دو سال، که مبلغ اونو گفتن 92 هزار میلیارد تومان هست، که من یه محاسبه ای کردم و یه چیزی در حدود 4 میلیارد دلار میشه. البته در چیز دیدم تلویزیون آمریکا آقای فلاحتی گفتن 4 هزار میلیارد دلار، و این یه رقمه فکر میکنم بسیار اشتباهی بود، مثل که 4 میلیارد دلار میشه. ولی به هر جهت یه ارقامی دادن، اگه اجازه بدین من این ارقام رو خیلی سریع بخونم. میگه که این پولی که دزدیده شده 15 برابر بودجه تأمین آب وزارت نیرو در سراسر کشور میشه، یعنی 6300 ببخشید شما این حالا رقمشو بعدا میخونم، بعد 5790 برابر بودجه احیای تالاب هامون میشه، 16 برابر مجموع بودجه ستاد احیای دریاچه رضاییه میشه، 14 برابر بودجه استان سیستان و بلوچستان هست، 49 برابر برنامه نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس کشور، و 22 برای یا اینا هر کدوم بیاه، یا 22 برابر برنامه حمایت از دانش آموزان مناطق محروم کشور، یا 5 برابر بودجه سازمان بهزیستی کشور. من اینا رو همه رو جمع زدم آقای دکتر، شده 41000 میلیارد 889 میلیارد 241 میلیون و یه همچین چیزی به حساب جمعش، یعنی تمام این کارها رو با نصف از اون کمتر، یعنی کمتر از نصفش میشه که انجام بدید، پولی که اینا فقط از یه کارخونه و در ظرف دو سال دزدیدن. حالا خواستم که بگم که بعد همینطور که استعزا دارید جلسه سران سه قوه، یعنی سه تا حرومزاده، دزد رئیس جمهور، دزد آخوند قوه قضاییه و پاسدار دزد اون رئیس مجلس، اینا جمع شدن که یه تصمیمی بگیرن در مورد این دزدی. راجع به این لطفاً یک اطلاعاتی به دوستان ما بدین. ببخشید من پرچونگی کردم. نه خواهش میکنم، توضیحاتون کاملا درسته. حالا من البته راجع به ارقام معتقد نیستم، یعنی اطلاع ندارم که تا چند اندازه این رقم ها درسته، ولی آنچه که معلوم هست اینها رقم های بین 3000 تا 7000 به اصطلاح میلیارد تومان رو برآورد میکنن که از بودجه مملکت سرقت شده. حالا رقم و عدد رو کی در آورده،
چون دیوان محاسبات که دست خود اینها هست که کارش این هست و سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی، همه وزارت داره، تمام ارگان هایی که در این مورد نقش دارن دست اینهاست و هیچ کدوم هم درست نمیگم و معلوم نیست. گاهگاهی که اینها پخش میشه به دلیل این است که ساختار مافیایی اینها به گونه است که همونطور که اعضای مافیا گاهی در حوزه یکی دیگه رخنه میکنن، تیراندازی هایی میکنن، خانواده ها رو از بین میبرن، کسانی رو میکشن یا اماکنی رو با آتش میزنن، در حقیقت در درون ساختار مافیایی رژیم هم همینطوره. اگر خبری درز میکنه گروه رقیب هست که آمده قالیباف رو داره لو میده، گروه قالیباف هست که فلان آخوند رو داره لو میده، نه اینکه مردم، برای اینکه همه چیز تحت کنترل خود اینا. درسته. یک نکته. نکته دوم این است که در مجلس یک کمیسیون بررسی هست که بایستی به مسئله تخلفات رسیدگی بکنه و گزارش بده و مجلس هم اول این کار کرد، همین مسئله فولاد مبارکه رو مجلس شورای ملی کمیته پژوهش و تحقیق منتشر کرد، بلافاصله اومدن گفتن که مجلس چنین حقی نداره. بعد از اون هست که رؤسای قوه سگانه دور هم جمع شدن، حضور شما عرض کنم که دو آخوند و اون پاسدار و یعنی محسنی اژه‌ای و این رئیسی و قالیباف، اینا رئیس سه قوه دور یکدیگر جمع شدن. بنابر این شد از این به بعد که آقا کسی حق نداره در این مورد سال نظر بکنه. خب دزدی شده که شده، چرا؟ چون رهبر اینها میآید میگوید که آقا این مسائل رو دامن نزنید، نشاط جامعه به قول خودش، نشاط جامعه از بین میره. یعنی اینکه حالا ملاحظه بفرمایید پولهایی که در فولاد مبارک دزدی شده کجا رفته؟ رفته به امامان جمعه زیر نظر کی هستن؟ علی خامنه ای. رفته به سازمانهای تحت امر علی خامنه ای. رفته است به رادیو تلویزیون که تحت امر علی خامنه ای. رفته به قوه قضاییه، کمک های به اونجا کردن که تحت امر، یعنی اینها نرفته است به این سازمان ها برای توسعه، برای عمران، برای پیشرفت، رفته است به اشخاصی که مسئولین اونجا هستن. مسئول حالا شما ملاحظه بفهمید اینها، این دزدی هایی که داره میشه اگرچه رقم های بسیار بزرگ و چشمینه، اما در برابر دزدی که قطر داره میکنه از گاز ایران بسیار ناچیزتره، زیرا که قطر سهم خامنه ای و فرزندان او رو داره میده، گاز ایران رو داره میبره میفروشه. امروز یک قطری بالاترین رقم درآمد سالا یک جزیره کوچک در جهان داره از فروش همین گاز، گازی که 50% متعلق به ماست و علی خامنه ای و فرزندانش این رقم های نجومی رو دارن میگیرن و اونجایی که لازم باشه برای سرکوب ملت ایران در داخل خرج میکنن، اونجایی هم که لازم باشه، یعنی بعد از اینکه قصرها رو خریدن، خانه ها رو خریدن، شاپینگ سنترها رو خریدن، سرمایه گذاری های بسیار زیادی در لندن کردن و یکی از جاهایی که این پولشویی ها انجام میشد در آلمان بود در زمان مرکل، همین خانم مرکلی که حالا امروز قهرمان ملی شناخته میشه، مرکل دستش با جمهوری اسلامی یکی بود و اینها در این پولشویی ها نقش بسیار اساسی داشتن. آمریکا ببخشید انگلیس هست و بعد هم کانادا است که همه اینها استرالیا و کانادا و خود انگلیس که طبیعتاً یک جا محسوب میشه و اونم کشور انگلستان است یا بریتانیا هست. بنابراین ببینید یک شبکه جهانی است که داره این ثروت عظیم رو اداره میکنه. این ثروت از جیب ملت در میاد، حالا ملتی که ثروتش رو از دست داده، پا به رهنه است، فقیره، اشاره فرمودید آب آشامیدنی ناسالم داره یا آب آشامیدنی اصلا نداره، بهداشت نداره، درمان نداره، امنیت نداره، آسایش نداره، پارک نداره، سینما نداره، دبستان و کودکستان و دانشگاه نداره، آینده نداره، در سطح زباله دنبال خوراک میگرده، کلیهش رو میفروشه، قرنیهش رو میفروشه برای اینکه بتونه زندگی بکنه. چرا؟ برای اینکه یک شبکه جهانی هست که کارگزارانش در ایران هستن، کارگزارانش امثال خامنه ای و فرزندان و دوستهایی مثل خاندان رفسنجانی و دوستهایی مثل خاندان همین آقایی که حالا امروز اپوزیسیون شده، این احمدی نژاد روانی متعفن امروز اون شده است اپوزیسیون اینها، در حالی که در زمان او دکل نفتی نفکش گم میشه و
و 200 میلیارد دلار هم گم شد. 700 میلیارد میگن که در زمان احمدی نژاد نیست و نابود شده. حالا 700 میلیارد ببینید در دنیا شما اگر 10000 دلار بخوای بیشتر حمل بکنیم با خودتون بایستی مورد مؤاخذه، یعنی بایستی اعلام بکنید که من 10500 دلار پولم هم هست. حالا چطور میشه 700 میلیارد دلار پول گم بشه و اصلا آب از آب تکون نخوره؟ یکی از فاسدترین کشورهایی که در این ماجرا دست داره ترکیه است. خاندان اردوغان و بانک مرکزی و بانک ملی ترکیه در تمام این پولشویی ها نقش اساسی دارن و میلیاردر شدن اردوغان ها، داماد اردوغان، پسر اردوغان، دختر اردوغان، و اینها همه ثروت ملت ایرانی که داره برباد میره. ملت ایران هم دو گروهه، یه گروهی در داخل نشسته توجه میکنه در خارج چه میکنن، خارجی هم نشسته ببینه در داخل چه اتفاق میفته، رادیو و تلویزیون درست میکنه و بیاد و صحبت کنه و آقایان هم با فکل و کراوات و تشکیلات و نطق و خطابه و بله باید چنین کرد چنان کرد، مردم اینطور کنن اونطور کنن. ما قربان تا به این روشی که امروز داریم ادامه میدیم، همین آش و همین کاسه است. دزدی شده، رودخانه خشکیده، دریاچه از بین رفته، جنگل رو نابود کردن، انسانها رو کشتن، جوان ایرانی رو از بین میبرن. شما ببینید امروز یه کاری کردن که اکثر کودکان ایرانی و سال به سال این رقم داره بالاتر میره، از تحصیل محروم بشن، دارن از ملت ایران برخلاف اون چیزی که شاهنشاه آریامهر برای این مملکت و پیش از شاهنشاه آریامهر رضا شاه بزرگ هم همین برنامه رو داشت که این مردم تحصیل بکنن، این مردم رها بشن از خرافات، این مردم کفش داشته باشن، لباس داشته باشن، شپش نداشته باشن، آب آشامیدنی داشته باشن، پروتئین به اندازه کافی بگیرن، تحصیل بکنن، به فرنگ برن، آشنا بشن، پیشرفت بکنن. همه اینها رو از این ملت گرفتن، این ملت رو برگردوندن به اصل سیاه قاجاریه، با شپش و تراخم و کوری و کچلی و گرفتاری و فقر و بیماری، و بعدم آخون برود بالای منبر به مردم بگوید که آقا این مشیت الهی است، خدا خواسته شما اینطور باشید. حالا انشالله میمیرید، وقتی که مردید میرید اون تو اون دنیا، اون یارو آخون که معاون خمینی بود در ابتدا، آخون شریعت نجف آباد اصفهان بود، همشهری موی میگفت منتظری کسی که شهید میشه اینجا با همین پوتین و لباسش صاف میره تو بهش. آقا مملکت تا زمانی که اسیر اینهاست و ما که اسیر این آخوندها هستیم، مایی که هنوز به سفره رقیه و سکینه و رفتن کربلا و مشهد و قم و غیر و ذلک باورمند هستیم، ما چگونه میتوانیم خودمون رو نجات بدیم؟ کاپیتان کرمی هم وارد شدن، درود بر شما. خوشحالیم از زیارتشون. بله بفرمایید. چطور بایستی نجات پیدا بکنیم؟ باید خودمون از قید اینها رها کنیم آقا. یک بار برای همیشه بایستی ما این طوق لعنتی آخوندیس رو از گردن خودمون باز کنیم و از دست این تبکران نجات پیدا بکنیم. تا اینها هستن مملکت همین آقا. حالا در گذشته که در دوره قاجار یک سلطان بیکفایت زنباره‌ای بود، دزد، اینها با اون شریک بودن، امروز که خود اینها صاحب مملکت هستن، خود اینها صاحب مملکت هستن. درود بر شما بانو مرسی گرامی. و این قربان حالا شما ببینید کسروی بیچاره آمد چی گفت؟ مگه کسروی چیزی نگفته بود که قطع قطعش بکنن؟ کسروی گفت این خرافات رو باید گذاشت کنار، بایستی آدم شد، بایستی راه درست رفت، بایستی انتخاب درست کرد، بایستی فهمیده شد، بایستی پیشرفت کرد. کسروی رو از بین بردن خیلی راحت، تیکه تیکهش کرد. و دیگرانی که بعد از کسروی، همین آخر هم شما ببینید دکتر مسعود انصاری خیلی زحمت کشید، همین دوست عزیز ما جناب لشکری، بله، آقای رضا فاضلی و خیلی های دیگه، همر آبرامیان، همر که من امروز هم با او برنامه خواهم داشت، اینا زحمت زیادی کشیدن. ولی شما نگاه میکنید همونطور که اشاره فرمودید در لس آنجلس، در نیویورک، در تورنتو صف کشیدن رفتن، البته یه عده هندی و پاکستانی و افغانی هم بدبخت دنبال اینا را افتادن و اینجا
نظری میدن اونجا، نمیدن روزه میخونن اونجا، شم درست کردن اونجا، حسین درست کردن. این قربان در شأن ایرانی نیست، این فرهنگ ایرانی نیست، این اندیشه ایرانی نیست، این نگاه ایرانی به آفرینش نیست، این نگاه تحمیلی است که نتیجه یک بی فرهنگی بادیه نشینی تحمیل شده بر ایران و ایرانی است. تا ایرانی رو نفهمه، تا خودش رو از این مهلکه نجات نده، همین بدبختی در این مملکت خواهد بود. ما باید خودمون رو از اون ریشه رها بکنیم. حالا این پسره آمده این حجت الاسلام بوده، شده آیت الله، بابای این یک بی سواد جنایتکار افیونی دزدیست به نام علی خامنه ای شده از رهبر، اینها مهم نیست. مهم این است که بایستی ریشه اینها رو قطع کرد، ریشه فساد رو بایستی برید. درسته، بله، خیلی ممنون. دارم دنبال عکس زمان جوانی آقای خامنه ای رو میگردم. آها اینه، این آقای خامنه ای در زمانی که واقعا در دانشگاه درس میخوندن در فرضیه قوم بودن، اینا هم دوستانشونن. واقعا میگه چه کسی باور میکرد این گدای دوزاری داغون چرک حمام نرفته یه چلاق یک روز در سن 90 سالگی زندگی 90 میلیون نفر را به جهنم تبدیل کنه و تمام این کثافت هایی که دور این میزه، دور این سفره کثافت هستن، الان دور سفره انقلابن و هر کدوم یا وزیرن یا وکیلن یا رئیس پاسدارن. و این خواستم که این عکسم نشونه دوستان گلمون داده باشه. خب جناب دکتر، خب میدونم که گرفتارن، رفتن حتما تلفن چیزی داشتن، رفتن تلفن جواب بدن. سوال بعدی که از آقای دکتر میکنیم و بسیاری هم مورد نظرشون هست اینه که در مورد نتیجه برجام هست، ولی میدونم آقای دکتر رفتن که حتما. جام دکتر خسته نباشین. میدونم من حضورتون عرض کنم که یه روز بانو ثقفی به من فرمودن که آقا شما داشتی پای تلفن صحبت میکردی و صدا داشت پخش میشد، گویا صحبتم راجع به خرید و فروش ملکی بوده. حالا من چون اینجا نمیتونم صدا رو ببندم، مجبورم برم از جای دیگه صحبت بکنم. البته راجع به ملک و اینها نبود، تلفنی است که من چون بعد از برنامه شما برنامه دیگری دارم بایستی پاسخ میدادم. راجع به برجام فرمودید. بله بله، این خیلی مهمه. بسیاری از دوستانم سوالشون همین بود که وضعیت برجام در چه حالیه و خب به هر جهت، حالا پذیرشش، انجامش یا عدم انجامش در مورد وضع ایران چه خواهد شد؟ همین که شما فرمودید، چه برجام امضا بشود چه نشود، چون که میدونید این یک ماجرای طولانی شده که الان حدود یک سال و نیم ادامه داره. الان دوباره آمریکایی‌ها یک جوابی به اینها دادن، اینها گفتن ما مطالعه میکنیم دوباره پاسخ میدیم. و در این حال مسئله‌ای که وجود داره این است که در حال حاضر سازمان انرژی اتمی گفته است که ما قانع نشدیم بر سر این سه سایتی که ایران دارد، توضیح کافی ندادن. حالا اگر که در نشست جدید انرژی اتمی، سازمان انرژی اتمی ایران این رو مشخص نکند، در حقیقت اینها ناگزیر هستند که پرونده هسته ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل بدن. وقتی پرونده میره به اونجا، یک بند هفتی هست که اون بند هفت دوتا ماده داره، ماده 41 و ماده 42. ماده 41 راجع به تحریم ها صحبت میکنه که تحریم های شدید بین المللی خواهد داشت، چون اینجا دیگه شورای امنیت سازمان ملل هست، مثلا آمریکا یا فرض کنید یک کشور خاص نیست. ماده 42 هم بر اساس قوانین شورای امنیت اجازه میدهد به جامعه جهانی که کشوری رو که نظم و صلح بین المللی رو تهدید میکنه مورد حمله نظامی قرار بده. یعنی اینجا حمله‌ای که انجام میشه با تصویب شورای امنیت هست، یعنی هر پنج کشوری که عضو اصلی هستن و البته کشورهایی که عضو اصلی هم نیستن در این رأی‌گیری شرکت میکنن. اما
کشورهای اصلی. آقای دکتر این پنج کشور هست من همون هم که حق به تو دارن، باز اون را هست کسی که باز از اون حق به توش استفاده کنه و بگه نه نباید بشه؟ بله، احتمالاً روسیه حداقل استفاده خواهد کرد و شاید چینی ها اگر ببینن که روس ها از حق به تو استفاده کردن، چینی ها سکوت بکنن و دیگه اونها هم به تو نکنن. ولی روسیه الان با بعد از سفری که اخیراً پوتین به تهران داشت و قراردادی امضا نشده ولی تفاهم نامه های امضا شده، چون بین تفاهم نامه و قرارداد تفاوت هست. تفاهم نامه این است که من و شما یک گفتگوی میکنیم، تفاهم میکنیم، موافقت میکنیم بر سر اینکه ما یک سدی در فلانجا بسازیم. قرارداد زمانی است که شما مطالعه کردید ساختمان این سد رو، ما هم مطالعه کردیم، بودجهش رو تعیین کردیم. شما میگید اینقدر درصد شریک هستید، ما میگیم اینقدر درصد شریک، شما از آب سد اینقدر استفاده میکنیم، ما اینقدر استفاده میکنیم، مرمتش با کی هست نمیدونم اینا. این میشه قرارداد که یک چیز طولانی خواهد بود و طرفین امضا میکنن. این فعلا در حد تفاهم نامه است. ولی تفاهم نامه‌ای که من در آغاز برنامه شما عرض کردم بین گازپروم و شرکت ملی نفت ایران پیدا شده است، یا به قول اینها وزارت نفت اینها پیدا شده، این است که اینها قبول نکردند موافقت کردند که 40 میلیارد دلار روسیه در ایران سرمایه گذاری. حالا روسیه 40 میلیارد دلار رو داره؟ آیا روسیه حاضر هست سرمایه گذاری بکنه؟ در روسیه دارن این رو زیر و زبر میکنن ببینن که چقدر منافع اونها تامین میشه. روسیه الان به دنبال این هست که با وارد شدن به ایران و در حقیقت اگر سرمایه گذاری در این کار بکنه و چینی ها موافقت بکنن و روس ها این سرمایه گذاری رو انجام میدن، روسیه در حقیقت شریک نفت و گاز ایران میشه. شریک میشه با 40 میلیارد دلار، شریک نفت و گاز ایران میشه. حالا اینها گفتن که ما از روسیه و قزاقستان میتونیم نفت وارد بکنیم و بالعکس نفت خودمون رو از طریق روسیه و قزاقستان صادر بکنیم. حالا شما نگاه بکنید که ما از شما نفت بگیریم، دوباره نفتی به شما بدیم، شما این رو بدید صادر بکنید. ببینید در این راه واسطه های پیدا خواهند شد که این واسطه ها باز هم دفتر علی خامنه ای خواهد بود، آخوندهای دیگه خواهند بود، پاسدارها خواهند بود و سرقت‌های کلان چند میلیارد دلاری در این رفت آمد نفت و گاز انجام خواهد شد. از سوی دیگر روسیه میتونه نفت و گاز خودش رو به اینجا وارد بکنه یا به نام نفت و گاز ایران به اروپا صادر بکنه، بگه این نفت و گاز ایران هست، ایران هم که از تحریم حالا بیرون آمده. بنابراین یکی از دلایلی که تا دیروز روس‌ها مخالف امضای برجام بودن، اولیانوف گفت، این بود که در اون زمان اینها گفتن که خب منافع ما کجا خواهد رفت؟ شرکت‌های روسی اگر فردا اومدن در ایران سرمایه گذاری کردن و شما آمدید دوباره برجام رو لغو کردید، تکلیف ما چه خواهد شد؟ باید به ما ضمانت بدید. این ضمانت رو آمریکایی‌ها دادن. البته آمریکایی‌ها میگن ما این ضمانت رو ندادیم. بلافاصله چینی‌ها هم همین ضمانت رو خواستن. حالا به چین هم دادن یا نه معلوم نیست، ولی در هر صورت روسیه امروز با کمک جمهوری اسلامی میتونه تحریم ها رو دور بزنه، جنگ اوکراین رو ادامه بده. اروپایی ها هم که نگران مسئله انرژی، تورم بالا، چون تا سال 2023 سال آینده میگوین تورم در اروپا به 22% خواهد رسید، در فرانسه 22% تورم پیدا خواهد شد و بنابراین برای جلوگیری از این مسائل اروپایی ها هم ساکت خواهند نشست که به هر حال این نفت و گاز بره، نفت و گاز ایران یا روسیه است به نام ایران، به هر صورت اون کلاه شرعی رو همیشه درست میکنن کشورها. لذا یک ساخت و پاختی در پشت پرده هست که این کار انجام بشه. ولی از طرف دیگه آخوندها به این مسئله توجه دارند که آقا حالا که همه اینها به هچل افتادند و روسیه هم تحریم شده، دور دور ماست، پس بذار ما امتیاز بگیریم. حالا امتیاز چیه؟ اومده میگوید که سپاه پاسداران رو باید از لیست تروریستی در بیارید به آمریکایی‌ها. حالا آمریکا قبول نکرده اسم اینها رو در بیاره، چون بایدن با داخل مواجه با مشکل میشه. گفته است خیر آقا من لیست اینها رو در نمیارم، شما رو از لیست تروریستی در نمیارم. تمام شرکت هایی که وابسته به شما هستن و به دفتر مقام
معظم رهبری هستند و نمیدونم مسائل دیگر، بانک ها همه اینها رو ما آزاد میتونیم، شما برید کارتون رو بکنید، شما رو یه اسم شما اونجا هست. و این زد و بندی است که دموکرات ها با جمهوری اسلامی کردن. به هر صورت ضمانت های دیگر اینها حالا میخواهند که اگر آمریکا دوباره از برجام بیرون بره باید به ما خسارت بده. آمریکا یا این خسارت رو قبول نمیکنه. این است که فعلا اینها دست بالا رو گرفتن تا مرتب و امتیازاتی هم گرفتن از دولت بایدن، نه اینکه نگرفتن با این سماجت پافشاری کرد. مسئله که الان اینجا مطرح هست این است که اینها بایستی موافقت بکنن و اسرائیل روی این موضوع به خصوص حساسه که تا کنون در این مدتی که اینها غنی‌سازی 20% کردن، غنی‌سازی 60% کردن، آنچه که اورانیوم ذخیره شده در میزان 20% و 60% دارن، این رو بایستی چه بکنن؟ بایستی از کشور خارج بکنن که طبیعتاً بایستی طبق قرار داده برجام اولیه بدن به روسا. این است که یک سری مسائل اینجوری هست ولی در کل توافق‌ها حاصل شده. یعنی این آقایی که پاشو در یک کفش کرده بود، علی خامنه‌ای، طبق معمول سنت آخوندی وقتی که فشار باشه تسلیم میشه. بایدن هم در حقیقت تسلیم شده و از بسیاری از خواستهای خودش چشم‌پوشی کرده، ولی بایدن در آمریکا مشکل بزرگی داره و اون مشکل مسئله ریپابلیکن ها هست که با اون مخالفت خواهند کرد و اخطار هم کردن به بایدن که بایست یا قراردادی که امضا میشه بیاد به کنگره، بیاد در کنگره بررسی بشه، حالا نه که تصویب بشه ولی بررسی بشه و 100% در اونجا ایرادات خواهند گرفت. بایدن هم نمیخواد در با توجه به اینکه ماه نوامبر نزدیک است و انتخابات میان دوره‌ای هست، هم قیمت نفت بالا باشه و هم تعهدی رو که کرده بود، یعنی اعلام کرده بود که من برجام رو دوباره احیا خواهم کرد، بتواند بگوید که من اجرا کردم و ما توافق رو انجام دادیم، تا بتونه به حزب خودش و به پرستیژ حزب خودش کمک بکنه. این است که اگر کل ماجرا رو در نظر بگیریم می‌بینیم مسئله برای آمریکایی ها سیاسی است، برای اروپایی ها اقتصادی است، برای جمهوری اسلامی سرقتی و دزدی است و برای روس و چین مسئله امتیازگیری است. لذا تنها عنصری، تنها عاملی که در میان این مذاکرات و گفتگو هرگز مطرح نشده و نخواهد شد، ملت ایران، ایرانه. یعنی چه قرارداد امضا بشود ملت ایران ضرر خواهد کرد، چه قرارداد امضا نشود ملت ایران ضرر خواهد کرد. حالا ملتی مونده بی پناه ولی دارای یک قدرتی که بالاتر از سلاح هسته‌ای است. ملت قدرتی داره که اگر یک صدا شد، اگر به خیابان آمد، حتی قوی ترین بمب اتمی هم نمیتونه جلو اونو بگیره. بنابراین ملت ایران از این قدرتی که داره بایستی استفاده بکنه. حالا شما ملاحظه بفهمید اولیا از شهبانو مصاحبه انجام داده بودن که اخیراً منتشر شد. پس از انتشار صحبت‌های ایشان، مصاحبه ایشان، یک عکس العمل هایی از سوی یک عده بلند شد، از جمله یک شخصی هست به نام حالو در ایران با نام مستعار حالو انصافت، که اون هم یک مطلبی رو اظهار کرد و اینهایی که توفاله هایی که همیشه در اینجور مواقع میان و شروع میکنن به ایرادگیری از شهبانو یا از شاهزاده، که دفتر شهبانو هم آقای کامبیز آتابای هم یک اطلاعیه صادر کردن و گفتن که اساسا نظر شهبانو این بوده است، به این شکل نبوده است و اینا. ولی نکته‌ای که مسئله بسیار مهم هست این است که نه تنها در خارج از کشور بلکه در داخل کشور، در داخل کشور مسئله مهم اینجاست. بیانات شهبانو دقیقاً مثل یک موتور محرکی بود که جوانهای ایرانی رو دلگرم کرد، امید رو در دل میلیونها ایرانی به وجود آورد. ایرانی که تمام سعی و کوشش استعمار و استبداد این است که امید ازش بگیره. سخنان شهبانو آنچنان امیدی به وجود آورد که تکان شدیدی داد به داخل کشور و این نگران کرد رژیم رو. حالا عوامل رژیم اینجا و اونجا و اینهایی که در داخل هستن و اونهایی که در خارج هستن شروع میکنن به تفسیر کردن و جالبتر از همین است که یک آقایی که
عضو حزب مشروطه هم هست و در حقیقت من از این دوستان، یعنی بایستی اینطور بگم، از این دشمنان دوست نما. اتفاقا جناب سرهنگ خیلی جالبه بله. که آقای هکه به همه این مسائل توجه میکنن و بهتون بله. عرض کنم که به این مسائل ذکر میکنن. جناب فرمانده زینالی بودن نه؟ بله بله نخه آقای سعید نه آقای بادی پرویزی. بله بله درود بر شما. من فکر کردم درود بر شما جناب پرویزی، فکر کردم فرمانده زینالی هستن، پرویز زینالی. به هر حال ببینید این آقایی که از حزب مشروطه هست و ادعا هم میکنن من که یک مشروطه خواستم، ولی داره ایراد میگیره به سخنان شهبانو، همه دست به کار شدن بله بله که تفسیر بکنن که این امیدو از ایرانی بگیرن. خیلی جالبه. حالا اونی که دشمنه که هیچی، ما با از مجاهد و پجاهد و غیر ذالک انتظاری نداریم. اینی که میگوید من مشروطه خواستم و عضو حزب مشروطه هستم، این میاد میفهمن اسمشون رو بیاری. صادق بسیار عزیز من، درود بر شما صادق جان. بله میگن اسم همون کسی که از مشروطه است و کارشکنی میکنه اونو بگیم اگه میشه. بله حالا عرض میکنم. بله حضورتون عرض میکنم که ما قربان انتظار از دشمن آقای بیت اللهی. بیت اللهی نشسته است و مرتب و منظم صحبت میکنه و میگوید که من خودم یک مشروطه خواه هستم. ایراداتی داره میگیره از سخنان شهبانو که این ایراد رو اگر یه مجاهد بگیره من میگم خب این مجاهده، این دشمن ماست. اگر یه کمونیست گرفت میگم آقا این تودهیست یا فلان است. مثل آقای هادو. شما چرا آقا؟ حالو و پالو و غیر و زاله که اینها عوامل اون رژیم هستن. شعله سعدی و این دختره که خانم قمی کلا و امثال اینها و این یکی پاسداری که آمده است حالا بیرون از کشور، این اسمش رو فراموش کردم، سازگارا و امثال اینها، اینها تکلیفشون معلومه، ملت میشناسه اینا رو. ولی آقا شما چرا؟ شما چرا این حرفا رو میزنی استاد؟ آقای بیت اللهی نظامی بودن؟ بله افسر خلبان ارتش شاهنشاهی، نیروی هوایی شاهنشاهی، عضو حزب مشروطه و بعد اینجوری صحبت میکنه. و اینها چیزهایی است که کشنده است. نه اینکه حالا من روی سخن یک تن اهمیت بدم، نه، شما هم از دوست میخورید هم از دشمن. و اینها یک بی‌حساب و کتابی در جامعه ما درست شده و شوربختانه این تکنولوژی در اختیار ما آدم‌هایی که ظرفیت نداریم امکاناتی گذاشته. بنده یه 40 دلار 50 دلار میدم یک دونه میکروفون میخرم، دوربینم بهش وصله، یه دونه کامپیوتر که حالا هر کسی داره، میشینم هر چی دلم بخواد میگم، بدون اینکه بدونم آقا این چه مشکلاتی برای من. سخنرانی شهبانو، این مصاحبه‌ای که شهبانو کردن، اونطوری که اون روزنامه نگار، حالا چون اشاره که آقای کامبیز آتابای میکنن، میگه که این برداشت اون روزنامه نگار بوده، ولی نهایت صحبت اولو ازر برای ملت ایران، برای جوان ایرانی، برای میلیون ها پاسدار و ارتشی ایرانی نوید بخش بود، امید بخش بود. مردم زمانی حرکت میکنن که امید داشته باشن. چرا شما ها میخواید امید از مردم ایران بگیرید؟ مگر شما بی بی سی هستید؟ مگر شما ها انگلیسی هستید؟ مگر شما توده ای هستید؟ چرا امیدو بخواید از ملت ایران بگیرید؟ و گرفتاری ما با این هاست قربان. اونی که دشمنه که دشمنه. شما ببینید این پوست اندازی رژیم رو، این آقا رو فرستادن آمده به عنوان مخالف، قاسم شعله سعدی. خب ایشون داره خودش رو با شاهزاده مقایسه. آقا شما کسی نیستی عزیزم، یه پاسداری بودی و بعد رفتی وکیل مجلس شدی و در اون سیستم و خیانت به کشور کردی، حالا اومدی بیرون که من از هاروارد، از برحال فیزیه قوم نه در فرانسه درس خونده، در یادم رفت حالا اسم. من امروز خود هم بسیار خسته هستم، هم یعنی عصبانی هستم از این اوضاع احوالی که پیش میاد. حضورتون عرض کنم که بله ببینید دوستان ما باید توجه بکنن. دوستان
این رژیم، این فرقه تبهکار، در واقع رژیم که نیست، یک چهره ای داره که پوشیده در چند لایه ماسک. وقتی که با یک ماسکی اومد بیرون و این رو ما که ملت ایران هستیم شناختیم، میره کنار با ماسک بعدی میاد جلو، حالا یه چهره جدیدی رو بوده معرفی کرده. و به این ترتیب رژیم مرتب در حال پوست اندازی است، مرتب داره خودش رو با چهره های جدید نشون میده. همه اینها ظاهرا مخالف رژیم. حالا این توفاله هایی هم هستن که اینجا اونجا پول میگیرن که علی خامنه‌ای رو در حد شاهنشاهان ساسانی میارن، یک عده پاسدار مزدور، این پاسداری که کشته شد قاسم سلیمانی رو نمیدونم از فرماندهان ساسانی. همه اینها برای کلاهگذاری به سر ملت ایرانه، همه اینها برای این است که این فرقه تبهکار داره دم به دم پوست اندازی میکنه برای ایجاد دوام زندگی خفتبار خودش، زندگی خیانتبار خودش. و همین جهت است که ما بایستی آگاه باشیم. و این دوستان ما که دوست که چه عرض کنم، که این کسانی که در این سازمان هایی که ادعای مشروط خواهی دارن، بله صادق جاوید نوشت، درود بر شما صادق جاوید، بله ادعا میکنه که فارغ التحصیل سوربن هست، بر صورت ما از اینها انتظار داریم که آقا اگر شما سازمان های طرفدار مشروطه پادشاهی هستید حواستون جمع باشه. ولی میبینی که آقا اینا آمدن چه تعبیر و تفسیرهایی میکنن، بعد میبینی که میرن با چه کسانی گفتگو میکنن، با چه کسانی میشینن، با شورای تصمیم و شورای تقسیم و شورای اون دیگری، شورای گذار. و آقا ما کی بایستی مرز خودمون رو مشخص بکنیم؟ کی بایستی بفهمیم آقا جایگاه من ایرانی به عنوان یک طرفدار سامانه پادشاهی چیست، در کجا هستم و در برابر ان ایرانیانی که مخالف با این ساختار و حکومت فرمان روای ایرانی هستند که بخش مهمی از شناسه من ایرانی است، چگونه بایستی برخورد بکنم؟ ولی ما همینطور داریم تو هم میلولیم. شور باختم. بله جناب دکتر، من یه سوال دیگه هم دارم، شما هم خیلی خسته این میدونم، شرمندم، ولی به خاطر خستگی شما هنوزم ما 10 دقیقه وقت داریم. یه آهنگ 3 دقیقه‌ای میخوام پخش کنم که شما موندی قلوب از اون چایتون رو بخورید، گلوتون نرم شه. آخرین سوالمو میکنم و دیگه دست از سرتون بردارم. یعنی ببینید شما وقت میان، واقعا من دلم نمیاد که همه سوالامو نپرسم، چون تنها کسی است که میتونه با دانش و با علم پاسخ ما رو بده. یعنی مثل بعضی ها دیمی نیست، یعنی واقعا محبت جناب علی قربان سپه، نه با مطالعه و قوری که در تمام مسائل ایران میکنید پاسخ میدید و همه دوستانم به این اذعان دارن. با اجازتون یک ترانه کوچولو از خانم زیبای ایرانی پخش میکنم و برمیگردیم در خدمت شما. دل من رو شده انگاری که جادو شده، زده به سرم تو رو ببرم
رسیدیم ما به هم جلو همه میخوام اینو بگم که چقدر تو رو من امشب یه جور دیگه جذابی مثل ما شدی میتابی آخ چقدر تو رو دوست دارم کنم صدا آقای دکترم باز کنم. خب دوستان عزیز امیدوارم که بجد برای اون تغییر ذائقه است. خانم ساکین بودن، کنسرتشون بود، البته خوندنشون یه خود از من بهتره، از من بهتر میخونن، ولی آقای دکتر جادون خالی که ما رفتیم یه کنسرت اومدیم. آخرین سوال آقای دکتر که بسیار هم در مملکت ما تأثیر گذار خواهد شد و الان تقریبا خطر بیشتری داره ما رو تهدید میکنه، تظاهراتی است که در این هفته اخیر در عراق انجام شد و دیروز فقط 40 نفر کشته شدند، تعداد زیادی زخمی و تا امروز حتما امشب و اینا شاید بالای 100 نفر و رئیس و به حساب گرداننده اینم همون آخون مقتدا صدره که یکی از پاسداراست که در زمان انقلاب توی خیابونای ایران، من عکسش هم دارم، چند بارم نشون دادم، با مسلسل راه میافتاد و میزد به در و دیوار و شیشه و آدما و غیره و غیره، یکی از همون حرومزاده هاست و عربی هم به خوبی صحبت میکنه، اون رئیس این کار و گردانندهش زیر نفوذ و پرچم آخون خامنه‌ای و انگلیس. راجع به این جناب دکتر چی می‌فرمایید؟ من فرصت زیادی نداریم که به ریشه این مسائل بپردازم. ببینید متاسفانه در لبنان و در عراق یک وضعیتی درست شده است که عده‌ای در صدد هستن که همین وضع در ایران به وجود بیاره و اون است که به قانون اساسی اینها اگر توجه بفرمایید ببینید که این کشورها رو به چند بخش تقسیم کردن. یک بخشی در اختیار مسلمانان شیعه است، بخشی در اختیار سنی ها، بخشی در اختیار کردها در عراق. در لبنان هم یک چنین تقسیم بندی های شده است که حضورتون عرض کنم بین مسیحی ها، شیعه ها و در میان سنی ها. وقتی که قانون اساسی کشوری به این شکل نوشته بشود و در حقیقت بر اساس فرقه های مذهبی یا فرقه های مختلف قومی مملکت رو تقسیم بکنند، در اون ممالک هیچ وقت یک پارچگی به وجود نمیاد، یعنی مردم یکی نمیشوند، ملت نمیشوند. در افغانستان هم ما این وضع رو شوربختانه داریم و تا زمانی که حکومت پادشاهی در افغانستان بود این مسائل ساکت بود، به محضی که حکومت پادشاهی رفت ببینیم که در افغانستان هم تبدیل می شود به مسئله پشتون و تاجیک و فرقه های مختلف. بنابراین کشورهایی که مبتلا به یک چنین گرفتاری های قومی و مذهبی هستند هرگز روی آرامش و امنیت رو نخواهند دید و در نتیجه عراق، افغانستان
و لبنان سه کشوری هستند که ما می توانیم اگر افغانستان رو جزء خاورمیانه بیاریم، اینها در خاورمیانه دچار این مشکل هستند. مقتدی سعد همونطور که شما اشاره فرمودید یک آخوندی است مثل همین طائب خود ما، پاسدار بوده و آخوند شده و حالا فرقه‌ای بر خودش داره و یک اساساً بخشی هست که در حقیقت تحت امر او هست و اطرافیان و حواریون او در اون منطقه سعد زندگی میکنن و این آقای به اصطلاح شیعه، چون عمامه سیاه هم دارد، با شیعه های دیگری که تحت نفوذ جمهوری اسلامی هستن مثل مالکی، اینها اختلاف نظر دارن. اختلاف هم بسر رسیدن به قدرت هست. در این حال که اختلاف بزرگی الان میان شیعیان در عراق پیدا شده است، اختلاف میان شیعه و سنی هست، اختلاف میان شیعه و کرد هست. کردها هم به دو گروه تقسیم شدن، طالبانی ها و بارزانی ها. طالبانی ها نزدیک به جمهوری اسلامی، بارزانی ها دور از جمهوری اسلامی. سنی ها بخشی با طالبانی ها هستن، بخشی با بارزانی ها هستن. یک کشور رو وقتی شما بخواید مزمحلش بکنید باید چنین کاری بکنید. این اتفاقاتی است که خوشبختانه مملکت ما، میدونید، به لحاظ تاریخی خوشبختانه دارای یک قوامی است و ناسیونالیسم ایرانی در درازای تاریخ به وجود آمده، دست ساخت کسی، گروهی، فرقه‌ای نیست و به همین جهت است که کشور ما مقاومت میکنه در برابر الاهوازی و در تجزیه طلب خوزستانی و تجزیه طلب فرض فهم کردستانی و تجزیه طلب آذربایجانی و غیر ذلک. مملکت ما به طور طبیعی و خود به خود مقاومت میکنه. ولی کشوری که دارای هویت نیست مثل پاکستان، پاکستان یک کشور جعلی است که انگلیس‌ها بخشی از هندوستان رو جدا کردن، کشوری درست که و چون این مردمی که خودشون رو پاک نامیدن، یعنی غیر هندو هستن و مثلا چون مسلمان هستن پاک هستن ملیت نداشتن، نمیخواستن بگن ما هندی هستیم، شدن مسلمان. امروز مسلمانی برای یک پاکستانی به معنی هویت ملی هست. به همین جهت است که شما میبینید پاکستان چه کشور عقب مانده است و همین گرفتاری ها در پاکستان هم هست. به صورت ریشه این مشکلات در این مسائل هست و اینها بایستی با درست کردن قانون اساسی جدید برطرفش کنه. یعنی اینکه فرض کنید رئیس جمهور بایستی کرد باشد، رئیس مجلس بایستی شیعه باشد، نخست وزیر بایستی سنی باشد، این رو بایستی بزنن کنار. یک دفعه رئیس جمهورشون میتونه کرد باشه، یک بار میتونه شیعه باشه به اساس انتخابات و مردم. اون وقت هست که یک پارچگی پیدا میشه. در این کشورها یک پارچگی نیست. به همین جهت است که خیلی راحت میشود هر کشور همسایه یا قدرت‌های بزرگ یک انگولکی در این کشورها بکنن و مردم ببینید توده‌های مردم. حالا ما ایراد از کشور خودمون میگیریم، ولی در ایالات متحده آمریکا میزان توده‌های نفهم در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار بالاتر، بسیار بالاتر. یعنی اینجا یک آمریکایی حتی تحصیل کرده، شما اگر از حسین رئیس مجلس شما کیه نمیدونه، ولی ایرانی دقیقا میدونه که یک دوزیست به نام قالیباف. ایرانی حتی بی سواد، ایرانی روستایی هم این رو میدونه، آمریکایی نمیدونه. بنابراین این انتقاد نیست که ما به مردم خودمون یا مردم عراق میگیریم، این انتقادی است که توده های مردم در جهان اصلا توجهی به این مسائل ندارن. این خاصیت توده هاست، عموم مردم هست. ولی قانون اساسی یک مملکت بایستی به گونه ای نوشته بشه که جلوگیری بکنه از بروز این مسائل و شوربختانه در کشور عراق و در کشور به اصطلاح افغانستان و لبنان به این ترتیب نیست و ما شاهد بروز یک چنین مشکلاتی هستیم. به محضی که یک کمی این توازن و تعادل به هم بخوره، یعنی گروه ها به جان هم میفتن، جنگ های داخلی پیدا میشه و عراق امروز در معرض جنگ داخلی قرار داره. امروز بایستی که البته جمهوری اسلامی نخواهد گذاشت، برای اینکه اینها هر کجا که پا گذاشتن جز مثل خود ایران که امروز شما ببینید باهایی رو چی، یعنی یک عده واقعا من میدیدم یک پشت انسانهای بیگناه نشستن و نظاره میکنن که خونه های اینها رو دارن رو سرشون خراب میکنن. جرم اینا چیه؟ باهایی. جرم اون دیگری چیه؟ یهودیه. جرم اون دیگری چیه؟ سنیه. جرم اون دیگری چی از زرتشتیه؟ اون دیگری چی از آشوریه؟ ببینید هر کجا که جمهوری اسلامی رفت به مسائل فرقه‌ای دامن زد و این قاسم سلیمانی که از بزرگترین جنایتکاران بشری است که حالا دیگه کشته شده نمی‌شود،
او رو محاکمه کرد، ولی محاکمه غیابی در کنار او میشود انجام داد. به همین جهت است که اگر من بخوام کلام رو کوتاه بکنم، بله عراق امروز دستخوش یک جنگ داخلی است، ولی اگر از این جنگ داخلی جلوگیری بشود و این گرفتاری پیش نیاد، این راه حل عراق نخواهد بود. راه حل عراق زمانی است که یک قانون اساسی، اولا یک رفراندوم انجام بشه و بر اساس اون رفراندوم بعد یک مجلس مؤسسانی تشکیل بشود، نوع حکومت عراق بایستی تبدیل بشود به یک حکومت بی‌طرف، نه حکومت سگانه کرد و سنی. و خود همین آمریکایی‌ها نقش بسیار مخربی در عراق بازی کردند و عراقی رو که زمان جورج بوش پسر اشغال کرده اینا در سال 2003، بعد یک جا تحویل جمهوری اسلامی دادن، با کمک جمهوری اسلامی عراق رو عملا به سه بخش سنی و کرد و شیعه تقسیم کردن و این گرفتاری تا برطرف نشه عراق درست نخواهد شد و روی آرامش و آسایش نخواهد. خیلی متاسفم، خیلی دیگه دلم میخواد در این مورد صحبت کنیم شما، ولی میدونم هم شما برنامه دیگری دارین و خسته هم شدین و وقت ما به پایان. بنابراین یک دنیا سپاس از بزرگواری شما، از این منبع اطلاعاتی که دارین، واقعا دریایی از اطلاعات و ما را چقدر خوب راهنمایی میکنین و اطلاعات رو تو محبت دارین. سپاس از همیانانی که امروز حضور داشتن. من متاسفانه نتوانستم بخونم نامها رو، ولی از همگی سپاسگزاری میکنم که شرکت داشتن و جای جناب آذری نازنین هم بسیار خالی بود، به امید دیدارشون در هفته آینده. سپاسگزارم. دوستان عزیز مرسی از تشریف فرماییتون، از دیدن برنامه. امیدوارم که در آینده بسیاری برنامه رو ببینن و از فرمایشات جناب دکتر استفاده کنن. دوست عزیزی فرموده بودند یوتیوب، شوربختانه من الان سه جلسه است که یوتیوب مثل اینکه دوباره برنامه منو قطع کرده، یعنی اجازه نمیدن فعلا زنده بریم، فقط روی فیسبوک سعی میکنم، حتی اجازه نمیدن که من برنامه‌مو منتقل کنم به یوتیوب. حالا نمیدونم برجهت فعلا از همون فیسبوک من و اگر پای رفت در قسمت ویدیوها استفاده بفرمایید، ولی سعی میکنم که ببینم داستان چیه و حلش کنم. خیلی ممنونم جام دکتر، سپاسگزار. سپاس از همه دوستان. خدا یار و نگهدار همه شما گلا باشه. به امید دیدار. سپاس. پاینده ایران جاوید شاه. پاینده ایران جاوید شاه. مرسی جناب دکتر عزیز.